بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، چهارم ماه مارس 2019 میلادی و برابر است با 13 اسفند 1397. خیلی خوشحالم که دوستان جدیدی به کانون آوا، به برنامه های ما پیوستند و کانون آوا چند سال است که صدای منتقدین و جدا شدگان از فرقه رجوی رو، اشتباه نکنید، نه از سازمان مجاهدین. بعضی از این دوستان هنوز مجاهد هستند ولی سازمان عوض شد، از سازمان شد فرقه. اینها هم دیدن بودنشون اونجا بیهوده است و آمدن دو راه خود رو جدا کردن از سازمان، ولی سازمان یا فرقه رجوی و مریم ولکن ماجرا نیستن. اجازه بدید که سلام کنم به آقای حیرانی، به ایشون خوش آمد بگم. آقای حسن حیرانی از آلبانی با من شما هستن. من به نوبه خودم بارها از این دوستان تشکر کردم که وقتی که آمدن نرفتن دنبال زندگی و کار و درآمد و بگن ما چند سال از عمرمون رو اونجا تلف کردیم، حالا باید بیشتر پول بسازیم تا جبران بشه، بلکه آمدن گفتن اون اشتباهاتی رو که ما کردیم به صورت تجربه امروز به دیگران بگیم که اونها در این دام نیفتن. آقای حیرانی خیلی ممنون، خوش آمدید. یه بار دیگه به طور خلاصه برای دوستان بگید که آقای حیرانی کی هست، چون برنامه های تلویزیون باورمون بر این هست که هر روز افراد جدیدی میان تماشا میکنن و خیلی خوشحالم که برای شما سوالات زیادی فرستاده شده از طرف دوستان. من میپرسم و شما پاسخ بدید و اینجا آزاد هستید، هر سوالی رو که میخواین میتونید پاسخ بدید، هر کدوم رو که مایل نیستید یا راحت نیستید جواب بدید میتونید بگید که من ترجیح میدم در این زمان در این باره صحبت نکنم. خوش آمدید به تلویزیون مردم، این شما و این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان. بفرمایید، با شما هست. عرض سلام دارم خدمت شما آقای سوربی و همه دوستانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن. بله، من حسن حیرانی هستم. 2003 به سازمان مجاهدین در پی سفر به عراق پیوستم. موقع جوان 23 ساله بودم. بعد به هر حال فراز نشیبایی که در سازمان مجاهدین بود بعد از نزدیک به 15 سال در 7-8 ماه گذشته به دلیل اختلافی که با سازمان پیدا کردیم سر یک دروغی که اینا کاری هم از اون میخواستن، حالا در یک وقت مناسب کامل توضیح خواهم داد که به هر حال دیگه منجر به سازمان شد و به هر حال بعد از اونم حتی در بیرون هم یه فشارهایی ایجاد شد که دیگه به هر حال من تصمیمم گرفتم که به شما دوستان بپیوندم در راه افشاگری و تنویر افکار عمومی هرچه بیشتر برای آگاهسازی به طور خاص نسل جوان ایران با عملکردهای این فرقه و محتوای درونی این فرقه، که به حال هرچه بیشتر کمک کنیم که کمتر افرادی به هر طریقی فریب این فرقه رو بخورن. بسیار ممنونم از شما، چون به نظر میاد که فرقه رجوی خیلی برآشفته شده و هراسان شده از این ماجرای روشنگری روزنامه اشپیگل. قرار هست که شما بیشتر در این باره صحبت کنید و هر وقت اجازه بدید من اون سوالات و پرسش‌هایی رو که دوستان ارسال کردن از شما میپرسم. خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، همون یه مقداری بیشتر درباره این ماجرای روزنامه اشپیگل صحبت کنید و چرا اینها به اصطلاح اینجوری به قول معروف یقه پاره می‌کنند و منفجر شدند. بله، اتفاقا با این که میگن عمر خبری هر خبر در حد چند روزه، ولی اینقدر که خود فرقه به این مسئله داره دامن میزنه هر روز هی زنده تر داره میشه انگار این خبر. حالا مشکلی که اینا با اشپیگل دارن، خب یه خورده حالا یه سابقه امری هم داره، مثل که از گذشته از سال 76-77 بوده که حالا در آلمان اون موقع خانم زهرا معینی در پی افشاگری کرده بوده که حالا با توطئه‌های فرقه منجر به دستگیری ایشون شده بود. حالا اون موقع افشاگری کرده بود و اسنادی از اداره پلیس درز میکنه بدون ذکر نام مبنی بر پولشویی های فرقه، مثلا رابطه هایی که با دولت های سیستم های سرکه سرویس ها داشتن، کلا سر دولت ها میذاشتن.
حالا تجاوزاتی که به کودکان بوده در حالا یه موضوعاتی که اون موقع بوده، برحال مثل که خیلی هم اون زمان حالا ما که نبودیم، میگن در خود نشست مسعود رجوی محمد حسین بهشتی رو همسر سابق خانم ماینی رو صدا زده بود و گفته که مثلا این حرفای مثلا خانم ماینی قلب منو هدف گرفت و برحال از این حرف ها. این میگذره تا یک حالا اوج دیگه باز این اشبیل گرفت در راست افشاگری، این که مثل که همین ماه می امسال بود که در رابطه با این یه مقاله‌ای که در یک از روزنامه اسپانیایی برای حزب وکس این کمک 800 هزار یورویی فرقه برای اینکه آل خوبیدال رو دوباره بتونن لابی سازی کنن و بیارنش به پارلمان اروپا کمک های کرده بودن، که اونجا باز زیر بنفش اینا رو در آورده بود. و اخیراً هم همین خبرنگار اشبیل که به تیرانا اومده بود، خب از نزدیک هم رفت محل فرقه رو دید، افراد جدا شده رو دید، چه افراد جدا شده ای که تحت نمای خود فرقه هستن، از فرقه مستمری ماهیانه میگیرن، هر ماه پیش حاج عبدالله میرن، حاج عبدالله پولشون میده، چه افرادی که نه دیگه اصلا هیچ رابطه با فرقه ندارن، با همین رو مصاحبه کرد. برحال گزارش خیلی کامل و جامعی رو تا اون حدی که برحال در توانش بود. خود این موضوع هم خیلی برای فرقه سنگین تموم شد، گیر کرده این جانم. من چیزی نگفتم، صدا ممکنه پیچش داشت باشه، ببخشید. بعد عرضم حضورتون که حالا اشبیگل که نمیشه فوش داد، نمیشه توهین کرد، چون برای خود فرقه این وسط میسوزه دیگه. حالا اینا خود خانم لویزا رو هدف گرفتن که مثلا اینا یاد طولایی تو این کارا دارن که همیشه هر کی هر زبان انتقادی داشته باشه، حرفی بزنه، نه تنها نفرات بیرونی، حتی تو خود مناسبات موقعی که ما بودیم اگر کسی یه سوالی میکرد که به مذاق و مزاج این حضرات خوششون نمیومد، اصلا میگفتن این حرف رژیم، این رله کردن حرف وزارت اطلاعات. مثلا خود مسئول رجوی میگفت این سوالی که تو داری میکنی، مثلا نفرات میکنی سوالی میکردن، این دهان آتشش مال وزارت اطلاعات، این دهان آتشش رژیمه، این دهان آتشش برحال ازداده. این کار اینا، این رژیم مالی کردن یک مغلطه، یک برحال پلوتیک ایناست که الان هم شروع کردن رو فرد خود خبرنگار، انگار که مثلا خبرنگار مثلا فردن اومده اینجا، مثلا یک گزارش داری فردن رفته، در صورتی که این تصمیم یک ارگانی مثل اشپیگل برحال ساپورت میشه خبرنگار، طبق چیزی که دبیرخونه بهش گفته میشه، در حال مأموریتی بهش داده شده، اومده مجموعه اطلاعاتی رو از اینجا خب کسب کرده، بردن اینا رو نشستن نگارش کرد، به نگارش در آوردن، بعد تصمیم گرفتن اینجا چاپ بشه یا چاپ نشه. به هر حال یه مجموعه علیه این فرقه افشاگری شده. حالا فرقه همه اینا رو گذاشته که انگار که مثلا چه نوع بازیه، فقط شروع کرده به این خبرنگار داره. حالا امروز هم خود خبرنگار با من در تماس بود، گفتش که آره اینا میخوان برن شکایت هم بکنن، ما کدام برن بکنن دیگه، کسایی که صحبت کردن، کسایی که حرف زدن، کلی نفرات همه حی و حاضرن، در هر دادگاهی باشه همه ما با هم دیگه میایم شهادت میدیم، چه بهتر چه بهتر. اتفاقا بد نیست که یه پرونده یه جا باز بشه، شروع بشه. من اگر اجازه بدین داخل پرانتز یک چیز خدمت شما عرض کنم جناب استاربی، میدونین که دیگه برای ما با یه موضوعات اینجا مواجه هستیم، از جمله شیطنتایی که فرقه میکنه بر علیه افراد ما، حتی خود من مثلا میره اطلاعات نادرستی به سیکرت سرویس میده اینجا. خب برای سیکرت سرویس یا برای ارگانهای دیگه ما رو صدا میزنن، صحبت میکنیم. جالبی که تو خود همین صحبت موقع دونه توضیحاتی بدیم دیگه، بعد ما میریم توضیحاتمون رو میدیم، بعد اینا کاملا متوجه این خباثت فرقه میشن. و عرضم بود در یه ملاقات که دیگه تقریبا این بازجویی‌ها تبدیل به ملاقات شده دیگه، ما هر موقع میریم مثلا یک ملاقاتی که اخیرا من داشتم، بعد خود این دوستان آلبانی که الان دیگه دوست شدیم، برحال در اثر فشارهای فرقه یا دروغهای فرقه اینا اومده بودن، حالا یه سری سوالات داشتم، بعد من توضیحاتی براش میدادم، اینا گفتن که این باعث شده این فرقه، اینا البته ما میگن سازمان شما، هی ما رو با اطلاعات فیکی که به ما دادن ما هایی اومدیم سراغ شما،
بس صحبت هایی که شما روشنگری هایی که شما در رابطه با فرقه کردین با ما، چشم ما رو به این فرقه باز کرده. ما چند وقت پیش برای یک بازدیدی که به هر حال با همین مسئولین این قسمتی که حالا مال آلمانه بوده که دعوت بودن تو فرقه رفته بودن، میگفتش که با توجه به چیزایی که تو گفته بودی، بعد دقیقا تمام اون سناریویی که تو گفته بودی که تو فرقه اینجوری یه سری افراد دستین شده رو میارن میگن این صحبت ها رو بکنن و شما رو به یه جای خاص جاهایی که از پیش تعیین شده میبرن، دکوراسیون اونطوری که اینا میخوان تغییر داده شده، یه چیز کاملا مصنوعی. و میگفت ما دقیقا گام به گام که میرفتیم میدونستیم الان چه اتفاقی داره میفته، همه صحبت های تو رو ما داشتیم و اینقدر متحوش و حالت تهوع گرفته بودیم از این نمایشی که اینا جلوی ما راه انداخته بودن، چه در ملاقات با افراد که نفرات دستچین شده، صحبت هایی از قبل تعیین شده که همچی مصنوعی. ما فهمیم واسه اینها فرقه ایه که همه چیش دروغه، همه چیش دروغه، ذره صداقت، یعنی دست هرچی صداقت ها از پشت بستن دیگه اینا اینطوری که چیز میمونه. خلاصه میخواستم بگم که حالا این هم که گفتین داخل پرانتز من فقط عرض کردم خدمتون، گفتین که بد نیست دادگاهی هم باشه، باشه چه بهتر، همه ما میریم اونجا صحبت میکنیم تا سیه روی شود هر که در اون قش باشه. بسیار ممنونم. دوستان از ایران، آقای زمانیان به شما نوشتن سلام به شیران اسیر شده در چنگال کفتار، و آقای حاجری هم نوشتن که با سلام با شما آقای سوربی و مهمان عزیزتون آقای حسن حیرانی. آقای محمد کرمی هم از پاریس به شما سلام کردن و ایشون نوشتن که فرقه رجوی شدیداً زنجیر پاره کرده و یقه درانی می کند و بر سر کول خودش می زند. آقای مجید افراخته هم از آلمان نوشتن که روشنگران گاه رفیق روشنفکران گاه رفیق دوز گاه شریک غافله هستند. آن که جوامع را در دست میگیرد صاحب زور و زر و زر است. روشنفکر نه زور دارند و نظر، فقط زر. و نمیدونم ربطش با این برنامه چیه، چون بعضی از دوستان کلن برنامه ها که هست میان نظراتشون رو میگن. ولی اجازه بدین من بازم ضمن تشکر از شما و از دوستانی که از شما تشکر میکنن و سلام میکنن به شما و خوش آمد میگن، بریم این سوالاتی رو که گفتم 17 تا سوال هست. و اولینش این است که چرا پاسخ روزنامه اشپیگل به اسم نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان داده شده؟ اگر واقعا مجاهدین ادعا میکنن که شورای ملی شأن یک نهاد سیاسی مستقل از سازمان مجاهدین است، مسائل داخل مجاهدین چه ربطی به این شورا دارد؟ آیا این نشان دهنده آن نیست که این شورا زائده سازمان مجاهدین است؟ اجازه بدید به قول خود شما، من پرانتز بهتون بگم که همینجا از بس که مجاهدین بی آبرو شدن، حتی برای 8 مارچ که میخوان یک گردهمایی و تظاهرات داشته باشن، مجبور شدن سازمانهای قلابی درست کنن به اسامی مختلف و به مردم نمیگن که ما مجاهدین هستیم. و این سازمان واقعا دیگه کارش به جایی رسیده که خودش از آوردن اسم خودش خجالت میکشه، و وقتی همچین چیزی باشه دیگه وای به حال اونها که طرفدارشن و هوادارشن و عضو هستن. خب شما جواب این سوال رو میدونید، اگر سازمان اشپیگل درباره سازمان، اگر روزنامه اشپیگل درباره سازمان مجاهدین تحقیق کرده و نظرش رو به صورت گزارش داده، چرا جواب اون روزنامه رو شورای ملی مقاومت داده؟ بفرمایید. در رابطه با اینکه فرمودین که آیا این شورا زائده از سازمان یا نه، فکر کنم به آمار افراد مستقل و افراد مجاهدی که یا افراد اعضای این سازمان، اعضای فرقه تو این شورا هستن، یه نگاه بکنید، یک وزن‌کشی بکنید، توی ترازو بدون کاملا مشخص میشه که به هر حال این سازمان، این شورای ملی مقاومت اصطلاحاً بخش از این سازمان هست یا نه، پوشی برای این سازمان و شیطنتاش هست یا نه، این که کاملا مشخص. در رابطه با این که حالا اینا اومدن از طریق شورا در آلمان، اون افراد یکیش مهوش سپهری یا همون
خواهر نسلیش نشون میده اونم یک جنایتکار و به قول یه سری امهای تو سازمان بودیم مثلا این یک زن لات لومپن بی حیایی که نگو اینقدر این بی شخصیت و بی تربیت در صحبت کردنش حتی با افراد اینقدر تحقیرآمیز با نفرات صحبت میکرد معلوم این زن چه جانوریه انسانها رو چی میبینه همه رو برده میبینه که این نسیم بوده. بعد اون نماینده شورا تو آلمان که جواد دبیرانی خودش فرمانده گردان بوده سالیان از 76-81 که تو اشرف بوده یعنی این چیز رو نمیشه حالا بگذاریم که اینا اینقدر هول هولکی و دستپاچم بودن این وسط که توی سایت سازمان مجاهدینشون برداشتن زدن چند روزش برداشتنش گذاشتنش توی اون سایت غیر مستقیم مثلا ایران افشاگرشون استلان و بعدشون که ایران افشاگر کلن بستن نمیشن در دست تعمیر است حالا دارن مثلا چی کار میکنن کسی دیگه خود خبره رو اینطوری روش رو پوشوندن موضع‌گیری کردن به این صورت که نشون میده نشون از سردرگمی خودشونه و اینکه خب برات اگه واقعا جواب دادی خب سر پای جوابت وایستا دیگه چرا اینقدر به در و دیوار میزنی خودتو یا هر نظر دیگه‌ای که داری به این صورت. من ممنونم از شما آقای میرزایی، به شما سلام و خوش آمد گفتن و آقای محمد عظیم میشمست که ایشون قبلا هم مهمان برنامه بودند و اسم منو اشتباها نوشتن سپهری، من سوربی هستم و هیچ اشکالی نداره منو به نام های سهرابی، سرابی، اسامی مختلف صدا میکنن و اصلا مهم نیست، مهم اینه که شما اینجا هستید بیننده برنامه و ما هم در خدمتتون هستیم. خب میگه که با درود به مهمان عزیزتان، آقا کدوم شورا؟ ایشون هم یعنی قبول داره که شورای ملی مقاومت یه زمانی از طرفداران رضا پهلوی و گروه های دیگه بودن ولی یکی یکی رفتن و فعلا سازمان مجاهدین ازش به عنوان یک شیلد یا یک صدفی یا یک جلدی استفاده میکنه که هر وقت میخواد یک کاری رو انجام بده و نمیخواد اسم سازمان باشه اون اسم رو میاره. دومین سوالی که پرسیدن به قول خود جماعت مجاهدین چند ماه بوده که اینها با خبرنگار اشپیگل و معاون سردبیر نامنگاری برای این مقاله یا مصاحبه داشتن، به نظر شما موضوع چیست که این جماعت فرقه میگن که در جریان نبودن؟ اگر در جریان نبودن پس چرا در تاریخ 14 نوامبر 2018 از معاون سردبیر دعوت کردند از آلبانی دیدن کنند؟ عکسی هم فرستادن که من این عکس رو نشون میدم. بفرمایید. راستش اینا اون خود اینا اگر به هر حال اهل راه دادن خبرنگار و اینجور چیزا هستن، خب همون خبرنگار که اومده خب راش میدادید، خب شما چتون بود اون زمان؟ آقای مصطفی محمدی و همسرش اینجا بود، اینا نه در رابطه با اشپیگل هیچ خبرگزاری رو هیچ خبرنگاری رو به اشرف راه نمیدن، اونا فقط به خاطر اینکه کسی مستقیم با سمیه در تماس نباشه. الان اون شما اون کار نکردن اینا. بعد از 2-3 ماه که اینا اومدن یه سری حرفای خودشون و کتاباشون و موضع‌گیری‌هاشون و بعد برحال اوهام خودشون رو به صورت یک جانبه هی برای اشپیگل فرستادن که حالا تو هم موضع‌گیریشون هم هستش که آره ما در جریان بود، نه هیچ خبری نبود، اینا یک طرفه فرستادن. بعد اینا فکر میکنن که نمیدونم اینقدر که ذهنشون کند شده هوش و عقل از سر اینا رفته، فکر میکنن مثلا همه دنیا یک سازمان مجاهدینه که مثلا اینا یه بریفی مثلا اون موقعی که ما اونجا بودیم یه بریفی میمد خونده میشد با کلی سفسطه، بعد خب بقیه هم همه طبق روال باید بلند میشدی میرفتی پای میکروفون رو اثبات میکردی و خودشون هم میگفتن که ارزش در اثباته، ارزش در اثبات ارزش‌های خواهر مریمه، ارزش در اثبات کلام برادره. بعد خب اینا فکر میکنن دنیا همینطوری، نه میان خودشون نگاه میکنن، صحبت میکنن، چک میکنن، حرف میزنن، نتیجه میکنن، تصمیم میگیرن. اینجوری نیستش که تو بخوای تعیین کنی، نه اصلا همین دنیا رو سازمان مجاهدی داره میبینه، اصلا به کمونیستی جامعه کمونیستی داره همیشه میبینه. بعد حالا اون بعد اینا اصل واقعیت اینه که اینا قافو داده بودن، بعد خبرنگار اینجا اومد با خیلی مصاحبه کرد،
چه اونایی که از خود سازمان به طور محفل ما بردم صحبت کردم با همه، بچه به خانواده ما بدید، اینا سازمان فرق تمام لابیگریاشو کرد که مانع از این بشه که این پخش نشه، موفق نشد. بعد دیگه شروع کرد از موضع پایین که آره شما اصلا خودتون دوباره بیا اینجا مصاحبه کنیم با نفرات، که یعنی همون نمایشایی که ایجاد میکرد که مثلا چند نفر دستچین شده با حرفای مشخص، بعد یه خبرنگاری بیاد اونجا به صورت نمایشی یه گزارش تهیه کنید، اینطور میخواستن خونسا کنن که خب برات اش بگیرم که دست اینا رو خونده بود دیگه، یعنی دست اینا که واسه کار اینا اثر رو بنش شمس دستشون واسه همه رو شده است، بعد مثلا چی میگه اونم خب اصلا پشیز نگرفت دیگه. حالا اونم تو اون بحبه ای که اون همه خبرنگار من شبکه 4 انگلیس اومد، بعد الجزیره انگلیسی اومد، بعد تی آر تی اومد، خیلی خبرگزاری زیادی بودن دیگه. حالا دیگه اینا خواستن از این بابت هم ضربه نخورن دیگه، اومدن یه دست پیشی گرفتن که پس نیفتن. بسیار ممنونم از شما. این دعوت از خبرنگار لابد میخوان بهش بگن که شما بلد نیستی چگونه مصاحبه کنی، بیا ما یادت بدیم. ما سال هاست تلویزیون یه طرفه گذاشتیم، خود گوییم و خود خندیم، بیا به شما یاد بدیم. بله، دوستان باز می نویسن که آقای علی شیرزاد نوشته که آقا اون ایران افشاگر که نوشته تحت تعمیر است، واشتر سرسیلن سوزونده، آب و روغن قاطی کرده، بردنش تعمیرگاه. آقای میرزایی میگه که این سازمان یا همین شورا اگر واقعیت میگوید، پس چرا نمیگذارد حتی نفراتی که در آلبانی هستند و جدا شدند با خانواده‌هاشون تماس بگیرند. ضمناً آقای بیدی هم که قبلا با ایشون مصاحبه داشتیم و ایشون در آلمانی بودند و احتمالا هنوز هم هستند و این بس بله، نوشتن که سلام به شما مریم رجوی، به تعهد سرنگونی در 22 بهمن نرسید هیچ، تا الان بعد از سرفصل 22 بهمن افراد حتی 4 نفر از دوستان تونستن از فرقه رجوی رهایی یابند. و آقای میشمس هم نوشتن که اگر اینها ریگی در کفششون نیست، پس چیو دارن پنهان میکنن و چه ترسی از خبرنگار دارن. من خودم بارها هم به آقای ترشیزی اینجا گفتم، هم یه دوست دیگه داشتیم مهران قبلا برنامه داشته از کالیفرنیا اینجا توی تلویزیون مردم، گفتم آقا اتفاقا اون مهران هم شهری منه، شیرازیه، گفتم آقا بلنشیم با هم دو تا دوربین برداریم بریم با اینا صحبت کنیم ببینیم چی میشه. گفت باشه من تماس میگیرم به شما خبر میدم. رفت که فکر کنم به اون گفتن تو دیگه با اینم تماس نگیر. خانم زهرا معینی من سلام میکنم به شما. آقای حیرانی، خانم زهرا معینی لطف کردن و از آلمان به شما سلام میکنم. خب اجازه بدید که من دومین یا سومین سوال رو بخونم. نوشتن که در این بیانیه فرقه رجوی ادعا کرده که 2500 عضو این سازمان در آلبانی غیاباً توسط رژیم ایران محکوم به اعدام و سوژه ترور این رژیم هستند. بعد ادامه میدن که اشپیگل هم دقیقاً مانند ملایان همین افراد را با کثیف‌ترین اتهامات به صورت غیابی محکوم میکنه. نظر شما در این رابطه با این تهمت که روزنامه، نظر شما چیه درباره این تهمت که به روزنامه اشپیگل زدن؟ آیا تا زمانی که شما درون مجاهدین برای شما هم حکم اعدام صادر شده بود توسط رژیم، یا این یک ادعای پوچ دیگر این فرقه است؟ بفرمایید. نه اون موقع که نه توسط رژیم حکم اعدام برای ما صادر نشده بود، ولی الان توسط فرقه واسه ما حکم اعدام صادر شده. عرضم حضورتون که خب شما نگاه کنید تو موضع‌گیری های همین حکومت ایران، حتی برای خود مسعود رجوی مگر حکم اعدامی صادر شده؟ یعنی مثلا دادگاهی تشکیل شده حکم اعدامی صادر شده؟ یعنی که گفتم باید عرضم حضورتون محاکمه بشه، یا حتی کسی که عملیات داشتن داخل مگر الان زندان نیستن، دارن دوران حبسشون رو میگذرونن و محاکمه شدن، مثلا حکم اعدام مثلا برای کی صادر شده؟ بگذاریم که خود سازمان، خود این فرقه که حالا خیلی خوش پر افتخار میدونه، این نمیکرد افتخاراتش باید باشه، خودش برای زمین و زمان حکم اعدام صادر کرده. خود مریم رجوی در نشستی که حالا قبل از اینکه من از سازمان بیام بیرون
گفتش که ما حتی اگر به پیروزی نرسیم گلوله آخرمونو برای خائنین گذاشتیم که از سازمان از صفوف مبارزه رفتن. نه در زمان ماهایی که داریم افشاگری میکنیم، حتی به اصطلاح به قول خودشون بریده ها، آخرین گلوله رو ما برای بریده ها گذاشتیم. یعنی الان نه چون امکان مبارزه یا امکان شیطنت در جوار مرزهای ایران به قول خودشون ندارن یا مثلا کار پراتیک یا عملی نمیتونن انجام بدن، برای اینکه افراد رو مشغول کنن که آره ما داریم مبارزه ای میکنیم، یه دشمنی وجود داره، ما با اون دشمن داریم میجنگیم، این همین افراد جدا شده رو به صورت دشمن نشون بدن، یه خورده ترهیج کنن افراد رو و شروع کنن به یه سری کارا که مثلا خودشون اینجوری راضی کنن که مثلا ما داریم مبارزه میکنیم. این دشمن سازی و دشمن نمایی بیرون از خودشون به خاطر اینکه بتونن اتحاد درونشون نگه دارن، اون زد و بنده اون بیگر بنده تشکیلاتیشون رو بتونن مشروعیت بدن بهش. این از این. فقط یه موضوع دیگه هم در انتهای خارج از این سوال بگم که گفتیم چهار نفر بعد از پایان سرفصل مریم خانم اومدن بیرون، اینا منبع اطلاعاتون در خود همین مزرعه حیوانات یه خروجی درست کردن مثل اشرف تو ایران بود، اینا اومدن افرادی که میخواد جدا بشن گفتن آها اگه میخواد جدا بشه یه مدت باید اینجا باشه اطلاعاتش بسوزه و فلان اینا، حالا با همون که حالا در اون مدت نفر کار میکنن صحبت میکنن اگه بشه منصرفش کنن، یعنی دیگه حالا یه تصمیم کوتاه بیاد که کمتر خروجی داشته باشن. الان آماری که ما داشتیم از داخل مناسبات که ارتباطاتی هم داریم 20 نفر تو خروجی هم الان، چون خود سازمان هم یکی یکی آدم ها رو آزاد میکنه چون همگی با هم چیز نشنی وقت برای بلا سبلغتی برای خودش خوب نیست، و الان 4 نفر از اون آمادن بیرون. حالا اینکه الان طبق اون عددی که ما داشتیم از 16 نفر باقی مونده چند نفر حالا منصرف کنن یا بتونن راضیش کنن، تهدید با تهدید با تطمیع چطوری، حالا اینکه چند نفرشون بیان دیگه اونم باز آینده نزدیک نشون خواهد داد. ولی الان افرادی که اومدن 3 نفر که از لایه عضون که از لایه خود ما بودن، یه نفرشون هم که از لایه ام جدید که مثلا 30 سال سابقه داشتیم به این صورت. آقای حیرانی، این چیزی که شما میگید میشه تقریبا اسم قرنطینه گذاشت داخلش؟ رسم تو فرودگاه هم اگه یه نفر از یه کشوری میاد که مرضی اونجا هست میگن این وایس اونجا تا ما بفهمیم این مرض نداره، بعد آزادش کنیم بیاد داخل مردم. سوال اینه که سازمان مجاهدین شاید قبلا میتونست بگه ما برنامه‌ای داریم، هدفی داریم و این اعضا از برنامه و اهداف ما باخبرن و اگه برن بیرون این اخبار و خبرهای اطلاعاتی رو به دیگران درز میدن. الان چه چیزی یه نفر که اونجا هست میتونه به من که بیرون هستم بگم؟ بیاد بگه این که سازمان این همه پول میده به آقای جان بولتون و یه مش آدمای زنباز مثل جولیانی و اینها، ولی حتی به اینها جوراب نمیده، حتی به اینها سیگار نمیده، این اطلاعات رو میترسه که پخش بشه و اینها رو توی قرنطینه نگه میداره مثل افراد مریض؟ واقعا چه اطلاعاتی فکر میکنن اینا دارن؟ اتفاقا همین بحث همون موقعی که من بودم بود، یکی از همین دوستام هم بلند شد واقعا خیلی اعتراض کرد، ما اصلا خودمون که اینجاییم اصلا خودمون میدونیم داریم چی کار میکنیم، اصلا خودمون دور خودمون داریم میچرخیم، اصلا خودمون اصلا میدونیم چی کار میخواییم بکنیم، و کی از اینجا میخواد یه اطلاعاتی ببره؟ اصلا چه خودم، چه فرماندهی بالای سرم، چه فرماندهی بالای سرم، کدومی که شون میدونم ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما خودمون بلا تکلیف موندیم وسط این آپارتمان های کشار، اون موقع تو منطقه کشار تیرانا بودیم که بعد اون موقع خیلی همین بیگروه بنده تازه شروع شده بود و سر اینا ارتباطات رو قطع کردن که نه مسئله اطلاعاته که آدم ها. بعد همون موقع مسئله جب یک حالا پیام کوتاهی بود که کوچکترین موضوع اطلاعات محسوب میشه، یک کسی که کار اطلاعاتی میکنه میفهمه، برای ما که مثلا خب توش هستیم و توی مناسبات هستیم خیلی از موضوعات در جلو چشم میره میاد، خب نه بار اطلاعاتی برای ما نداره چون یک نگاه اطلاعاتی به این موضوع نداریم، ولی اونایی که این کارن از کوچکترین مسائل شما اطلاعات رو جمع‌آوری میکنن و بعد چیز میکنن و علیه شما استفاده میکنن و دیگه خلاصه با یه مغلطه اینطوری که هیچ هدفی نبود جز اینکه همون چیزی که خدمتتون عرض کردم
اون کاراکتر فرقه ای رو در کلی سطوح این تشکیلات و این فرقه ساری و جاری کنه. یعنی اینکه با کات کردن، با قطع کردن تمام وسایل ارتباطی و حتی ترددات ارتباطی، با این کار باعث بشن که هم اینکه نفرات داخل فرقه از بیرون اطلاعات نداشته باشن، فکر کنن همه دنیا، حکایت پرنده های قفسی که فقط همه دنیا همین داخل مناسبات فرقه، و همین که بیرون از این فرقه چه خبرنگار، چه افراد شخصیت ها، چه دولت مردا، چه سیاست مردا، چه حتی افراد مثلا محققی، کسی نفهمه داخل این فرقه چه خبره. این کاراکتر فرقه‌ای رو میخواد داشته باشه برای خودش. برای همین هم برداشت از داخل تیرانا همه رو برداشت برد این روستای مانز، یعنی مانز ویلج، یه انیماس فارم خودش رو انداخته. ما جدیدن هم یه خبری داشتیم، یکی از دوستان از داخل فرقه گفتش که تو نشست زهرا مریخی از همین نفرات اصطلاحاً پای میکروفونی که همیشه صحبت میکرد، رفته و گفته بود که آره خواهر، من فکر میکنم که ما اشتباه کردیم، از تیرانا اومدیم توی روستای مانز، ما پایتخت رو خالی کردیم، تیرانا رو دادیم دست رژیم، ما خودمون خالی کردیم اونجا رو. یعنی دست رژیم منظوری که افراد جدا شده که ماها باشیم برای تو تیرانا هستیم، میگه ما تیرانا رو دادیم دست رژیم، خودمون بلش میمونیم تو روستا. یعنی خودش حتی در سطوح ایدئولوژی که نفرات این فرقه است، در لایه سینه چاکان به هر حال رهبران، برای این تناقضات به وجود آمده که برایش اومدیم اینجا وسط یک وادی بیابونی، حالا خب جای سرسبز برای اینجا مثل شمال ایران نمیجاش، ولی خب نه همچین تضاد فکری هم ایجاد شده برایشون. بسیار ممنونم. اجازه بدین که از دوستان تشکر کنم و آقای حاجری، هفته قبل هم دوستان گفتن که رجوی خودش گفته بوده که هر وقت میخوای ببینی یک موضوعی چقدر درسته، از عکس العمل طرف مقابل عصبانی شدنش و اینها متوجه میشی. بعد خانم زهرا معینی یه سوالی رو که جز به همین سوالات اینجا هم هست مطرح کردن که نظر شما در مورد این بیانیه 1000 مجاهد چیه؟ مگه آنها نگفتن 2500 نفر در آلبانی هستن؟ پس چرا فقط 1000 نفر امضا کردن؟ یعنی 1500 نفر موافق اشپیگل هستند؟ این ماجرای 1000 نفر موافق با به اصطلاح اون بیانیه چی هست و چرا فقط 1000 نفر؟ عرضم حضورتون که این مثل که این بیانیه هم گرفتن فقط از قسمت خواهراشون رفتن گرفتن، من تا اونجا کشیندم دیگه حتما دیگه خلاصه جاخور نداشته برن از همه بگیرن، یا مثلا احتمالاً امضاهایی که میتونستن جمع کنن عددش با کل جمع جور مطابقت نمی کرده، گفتن خب باشه اینجوریش کنیم که مثلا فقط 1000 زن قهرمان مثلا مجاهد اومدن این کار رو کردن، مثلا عدد رو بش کنن. ولی خب یه موضوعی هم که هست که ارحال ما در جریانی و داخل مناسبه اینه که افراد وای میستن جلو یک سری موضوعات، مثلا جلو یک سری حرفا وای میستن، رد میکنن تمرد تشکیلاتی که قبلا به هر حال در زمان صدام یا بعد صدام به هر حال مثلا وجود نداشت، یا در لیبرتی که افراد رو به هر حال با احساساتی کردن افراد و اینکه والا در خطریم، همه اینطوریه، داعش اینطوریه، ما زیر موشک بارون هستیم، به هر حال موضوعات رو فریز کنین، اگه کسی چیزی داره مثلا به خاطر خواهر، به خاطر برادر، به خاطر آزادی مردم اینا فریز کنه تا در یک وقت مناسب باشه به اون موضوعات پرداخته خواهد شد. آدم ها خب واقعا در نور رو جگر میذاشن این سری مسائل تمرو میکردن، ولی الان در داخل مناسبات خبرش میاد مثلا درگیری فیزیکی زیادی پیش میاد بین نفرات و فرمانده، حتی نفرات بالا، و آدم ها مثلا کسل، عصبی، اعصاب خورد، خب برحال خیلی راحت امضا نمیکنه طرف دیگه. اینا هم خب یک مشکلی علاوه بر مشکلات تشکیلات. بله خیلی ممنون. آقای علی شیرزاد نوشتن که در سازمان هر چند وقت یک بار فیلم اسب کهر را پنجشنبه شب پخش میکرد و رجوی هم در نشست ها از آن زیاد شما خندتون گرفت صحبت میکرد و به وسیله فیلم خط میداد که آخرین گلوله مال جدا شده هاست و این چیز جدیدی نیست در سازمان. آقای پرویز حنا بفرمایید. بله
عکس بربیه کارگردان این فیلم اینقدر این فیلم رو دیده باشه که ما مجبور بودیم این فیلم رو ببینیم. خب آقای حنا نوشتن که آقای صبحی سلام بر شما و مهمان برنامه آقای حیرانی، حرفی که آقای حاجری مطرح کرد درست است و حرفی که رجبی گفته که حرفی از رسانه پخش میشه به قول خودش جیغ دشمن رو در نیاره خبر واقعی نیست، این حرفایی که اشپیگل منتشر کرد دقیقاً به خار خورده، برای رجبی واقعیتی تلخ است. من از صحبتهای شما اینجوری فهمیدم که سازمان مجاهدین که الان تبدیل به فرقه شده دیگه چون میدونه توانایی با آخوندها رو نداره، برای خودش یه دشمن خیالی تصور کرده که شماها هستید، بعد از اون ور یه اطلاعات خیالی تصور کرده که ما خیلی چیزای محرمانه داریم و حتی افرادی که میخوان برن باز اینجا نگه داریم در قرنطینه، شاید تصمیمشون عوض بشه. میشه باور کنیم که اگر رجبی زنده است مالی خولیا گرفته و اگه اون زنده نیست افرادی که در رأس کار هستن، ابریشمچی و خانم مریم و اینها واقعا از دنیا قطع رابطه کردن و در دنیای خودشون در عالم هپروت زندگی میکنن. شما نظرتون چیه؟ واقعا میشه به اینها گفت مالی خولیا دارن؟ حالا مالی خولیا خب آره، حالا یه کلمه چیه، ولی خب اینها ببینید ما داخل مناسبات افراد یواشکی در رابطه با همین سیاست و خط مشی سازمان یک شوخی میکردن، میگفتن که طرف داشت راه میرفت بعد خورد زمین، بعد دید بقیه دارن نگاهش میکنن، بعد اینقدر که آدم گند دماغی بود و به هر حال غرور داشت حاضر نشد بلند شه خودشو بتکونه ادامه راه رو بره، تا آخر مسیر رو سینخیز رفت. حالا اینا مثلا یک چون برای تمام شما جریان سیاسی نگاه کنید یا جریان انقلابی به صورت سعی و خطا حرکت میکنن، یعنی خب یه جایی مثلا اگر یه اشتباهی یا خطایی میگن خب برای این اشتباه بوده، بعد مثلا خب تصحیحش میکنن، ولی اینا رو شما نگاه میکنید مطلقاً و مطلقاً تمام کارنامه گذشته رو مثلا خیلی چیز میدونن، یعنی انگار جبرئیل امین اومده مثلا وحی کرده به مثلا سید الرجال عالمین مسعود که این کارو درسته، یعنی اصلا لاریبفیه، اصلا شکی درش نیست، ولی ادامه میده. خب همینطوری اشتباه رو اشتباه، اشتباه رو اشتباه، خب تشویق یه تبلیغی. من اتفاقا جای مصاحبه ای هم با بخش انگلیسی زبان الجزیره داشتم، بعد خبرنگار گفتش که شما به شما میگن که رژیمی هستین، کسایی که از داخل سازمان خاطراتتون رو میگن افشاگری میکنین، گفتم که شما در نظر بگیرید در حالت فرض تمام این افراد، همین اعضای سازمان مجاهدین، تمام نفراتی که سر موضع هستن الان، همه اینا رو ما ببریم تحویل حکومت ایران بدیم، اینا سر موضع، با اینا چیکار میکنن؟ مگر نه اینکه در یک جای پرتی در یک بیابونی یه سیاجی میکشه، یک زندانی درست میکشه، میکنه که همه رو اونجا فعلا نگه داره تا بعد ببینه چیزا میشه، یعنی دور از جامعه نگه داره. خب همین کار رو الان کی کرده؟ همین کار رو به نیابت از نظام جمهوری اسلامی کی کرده؟ آیا خود مسعود رجبی اولین رژیمی هستش یا نه؟ اگر مسئله رژیم، خب خود مسعود رجبی خودش رژیمیه، تمام آدما رو از زمین و زمان قطع کرده، از تمام ارتباطات مجازی و حقیقت کرده، برداشته برده وسط یک بیابونی در چندین هزار کیلومتری مرزهای ایران، بعد آدم رو در یه اوهام نگه داره که ما داریم برای آزادی ایران میجنگیم. بعد خب چه آزادی؟ بعد چه کاری کردی؟ الان دو سال و نیمه که از پایان این هجرت بزرگ گذشته، بعد مثلا خب چه کار کردی؟ اسمی در داخل ایران؟ شما حتی حاضر نشدی یکی از نفراتون یه مقاله به اسم خودش بزنیم چیز سادن، همه رو در گمنامی نگه داشتی، یکی که هم دارن میمیرن، یه موجه آدم اکثرا که پیر و علیل و ضعیف هم، جووناتون هم که اینقدر بدرفتاری کردی که اکثرش مرد، بچه های خودتون، شما بچه های خودتون رو نتونستین نگه داری، جگرگوشه های خودتون رو شما نتونستین نگه داری، همه شون رفتن. پسر احمد واقف، همین مهدی برای اون موقع تو لیبرتی بود، باش صحبت میرن داری نرو مثلا بمون درست میشه شرایط اینطوری نمیتونه باشه، حالا شرایط اینه، میگه به خدا قسم این پدر من سلولی مغز تو سرش وجود نداره، این جوکی که در رابطه با چیز میگفتن توی اون پیک شاد اون موقع پخش میشد که مغزشو باز کردن دیدم فقط یه سیم دوتا گوشش بس بوده، میگم این بابای منه، فقط
اینو میگه پدر منه. میگه به خدا قسم شما فکر میکنید من بریدم، ولی این پدر من، این سلولی در مغزش وجود، در جمجمه سر این فرد وجود نداره، اینقدر که این فرد آدم متنفریه. ممنونم. شما نگران نباش که به شما میگن مأمور جمهوری اسلامی هستی. آقای مانی خورسندی از کانادا نوشتن که من از پویا که در لندن است راجع به این 1000 نفر پرسیدم، اینها دسترسی به مدیا دارند، تلفن دستی دارند، میشه تلفن چند نفرشون را به من بدی؟ جواب من این بود که داری کار جمهوری اسلامی را میکنی، تو هم مزدور شدی، و علامت خنده گذاشتن. و این هم واقعا خیلی جای تأسفه که اینا به هر کسی که شما یه چیز درستی گفتی، این ماجرای تجربه و خطا اینجا هم رسمه، اصلا تمام چیزهای دنیا که به نتیجه رسیده اینه که طرف از تجربه‌ای که انجام داده و اشتباهی که توش بوده به اصطلاح نتیجه گرفته، درستش کرده. ولی وقتی باور نداشته باشن که اشتباه میکنن، اون مثالی که زدید خیلی خنده آوره که طرف میخوره زمین، ولی برای این که به اونای دیگه ثابت کنه که من خودم میخواستم بخورم زمین، ادامه راه رو سینه خیز میره. تا حالا من اینو نشنیده بودم. بله خیلی جالبه. بفرمایید. آقای هادی هم نوشتن که با سلام به شما و مهمان برنامه. زمنان هم آقای شیرزاد نوشتن که رجوی میگفت مجاهد همیشه باید در جنگ باشه، وگرنه وا میرود با دشمن بیرونی و یا با خودش. حمله به جدا شده ها و اشپیگل فقط و فقط درست کردن جنگ به قول خودش برای وا نرفتن نیروهایش هست. آقای علی جان شیرزاد، من میترسم که مجاهدین یه مدت دیگه مثل دیوونه ها با سایه خودشون دعوا کنن و این خیلی نه، ما داخل مناسبات بودیم، بچه ها تو محفل ها میگفتن، ما شدیم دونکی شد ما دونکی شد ایرانی ها شدیم دیگه، اما خودمون داریم باید دشمن فرضی میجنگیم. اصلا جامعه ایران، نسل جدید ایران، جوانای ایران به لحاظ فرهنگی، رفتاری، آداب معاشرتی نگاه کنیم به چه سمتی دارن میرن. و سازمان پر افتخار مجاهدین هم داره همون ارزش های 40-50 سال پیشیشو توی اوهامی برای خودش درست کرده، همه رو میخواد، دنیا رو میخواد اونطوری نگاه کنه. و نتیجهش این شده که بالای این دستگاه عقده‌ای شده از اینکه به خواسته هاش نرسیده، و خب جامعه، خب ارگان زنده است، داره سمت خودشو میره. توی عقب موندی، تو جا موندی از قافله، تو فراموش شدی در تاریخ ایران، تو گم شدی در بین تحولاتی که در ایران به وجود اومده. بچه خب از زمین و زمان طلبکاری که مثلا خب بعد ببینی که بعد 40 سال توی تظاهرات اسم رضا پهلوی میاد، بعد اون بهمن پارسال که بود شریف مهدی ابوشفیع یک فوشوی رکیکی، اصلا نمیتونست خوشو کنترل کنه تو نشست، یک فوشوی رکیکی به رضا پهلوی میداد که خب باشه، حالا یه تظاهراتی شده اسم رضا پهلوی اومده، خب تو چرا آتیش گرفتی؟ خب باشه، تو هم اگه میتونی تو هم تلاش رو بکن، خب باشه یه دم اسم تو رو بیارم، خب که نهی بردن. ممنونم از شما. اینجا نوشتن که فرقه رجوی در بیانیه مطبوعاتی که 18 فوریه انتشار دادن، مدعی شدن که با این گزارش اشپیگل جان هزاران عضو مجاهد در داخل و خارج ایران به خطر می اندازن. سوال این است، این جماعت که تقریبا در آلبانی 2000 نفر هستند، اینکه اینها ادعا دارن جان هزاران عضو در داخل ایران را به خطر انداختن، مگر در داخل ایران الان، یعنی در سال 1397 کسی مجاهدین را میشناسد که اینها چنین ادعایی دارند؟ نظر شما در این مورد چیه؟ والا ما از فرقه که تازه جدا شده بودیم، خب ما راستش رو بخواین حسابی بلد نبودیم کار با اینستاگرام و واتساپ و یا همین ایموگرام و اینا که لایو داره مثلا دیگه. برای جذابیت خب برای سالیان بود ما دسترسی به این چیزا نداشتیم، بعد مثلا میرفتیم توی این لایواش ببینیم چی هستن این لایو، مثلا با آدم ها صحبت کنیم، مثلا با یه ایرانی صحبت کنیم بتوخوا. بعد ما وارد مثلا این لایو میشدیم، بعد مثلا خب یه سری خانوم ها آقا بودن صحبت، بعد میگفتن خب بعد شما کجایی؟ میگفتم مثلا آلبانی. بعد مثلا آلبانی رو نمیشناختن، بعد میگفتن مثلا کشوری بالای یونان اینجا هستیم. بعد میگفتم خب شما اونجا چیکار میکنی؟ بعد میگفتیم که ما جدا شده سازمان همین فرقه رجوی اینا هستیم. بعد باور میکنی که
خیلی ما از اونجا بلاک میکردن یا اصلا فوش میدادن تو این میکردن، یا حتی تو همین گروه های چیزی هم میرفتیم، مثلا این جوانایی که زیاد شباهتی هم به حاکمیت ایران ندارن برات، ولی ما اصلا یک نفر، من خودم یک مورد یک نفری پیدا نکردم که کوچکترین جذابیت ما داشته باشه که مثلا بپرسه خب اون سازمان چجوری بوده، از خاطرات تو میگه. مثلا هیچ کس اصلا اینقدر در تنفر مطلق بودن، نه من، همه دوستا همینطوری. بعد اینکه از این حاله که هزاران نفر عضو اعضای این سازمان، ما حتی با برخی بچهای که در لیبرتی جدا شدن اونجا از عراق به ایران برگشتن باهاشون در ارتباطم داخل، میگن باور کن آزاد ما الان باور میکنم مثلا یکشون دانشجویه، یکشون باور میکنم مثلا روم نمیشه جایی بگم من یه زمان توی فرق رجبی بودم، اصلا اینقدر مورد تنفرن اینا. این از این بده. حتی کسایی هم که رفتن حالا اینا که نه دفتر رسمی دارن نه مثلا جنبش رسمی دارن، داخل افراد شناخته شده ای که حالا جون اونا در خطر قرار گرفته به خاطر نه همچه خبر دارم. حالا اینشالله بعدا برنامه ای ما داشتیم در رابطه با همین ارتش سایبری مریم رجوی که میگم بهتون که چجوریه که اصلا نفراتی که نمیگن چطوریه. شروع کردم تو تلگرام بتونم مثلا یه سری افرادی رو مثلا خب شکار کنن، یه حسایی ایجاد کنن، حالا تو کوه دشت برن یک عکس از مریم رجوی بزنن عکس بگیرن، کل حسایی شورش رو اینها همین چیز بیشتری نبود. حالا هزاران عضو نه همچه خبری نیستش. اتفاقا در رابطه با نشست ورشو گویا اینها چون تا به تازگی یاد گرفتن خودشون خبر ندارن که دیگران میتونن از طریق آی پی، از طریق فرمت چیزایی که نوشته میشه تشخیص بدن که این از یه جا هست و فقط کاپی اند پیسته. نشون داده بود که 8000 تا درخواست از 2 تا کامپیوتر فقط به اصطلاح صادر شده و این هم نشانی از به اصطلاح ناشیگری اینها هست که با این کار باز یه بار دیگه مشت خودشونو باز میکنن. آقای حسن شهباز بفرمایید. ارسال گسترده اون زمان همین که میگیم چون اطلاعات آگاهی که نداشتن مثلا افراد متقاعد، بعد بهش میگن ارسال گسترده از یک کامپیوتر، مثلا ما روی یک هشتگ انبوهی چیز میفرستادیم، خب برای هیچ وقت هشتگ فرقه بالا نمیومد، چون که خب قابل تشخیص بود دیگه برای سرچ انجین اون موتور جستجوی گوگل که اینا همه داره از یک سرور میاد، اینطوری نیستش که با بالا بردن تعداد بتونه اونو فریب بدی که مثلا هشتگ مریم رجوی رو میخوای بری تو هشتگ جهانی که هیچ وقت هم نیومد. بفرمایید. خیلی ممنون. آقای حسن شهباز نوشتن که با سلام به شما آقای سوربی و مهمان گرامیتون آقای حیرانی، سوالم این است که چرا نفرات درون مناسبات را گمراه نگه می‌دارند. ضمناً آقای حنا هم نوشتن در این سالیان رجوی پیشبینی می‌کرد، همش هر پیشبینی کرد ازش پوچ از آب در اومد، از دیدن دکل در دوران خاتمی تا بهمن 97 همش فریبکاری رجوی برای دلخوش کردن نیروهایش بود. یه دوستی هم توی پیام خصوصی برای من نوشته که مجاهدین نه هشتگشون بارا میره، رجوی هم نه خشتکش بالا میره. بفرمایید. عرضم به حضورتون که ما این چند سال پیش صحبتی بود در داخل ایران، مثل که یک دکل نفتی مال حفاره نفت بوده که بعد گفته بودن که گم شده و بعد مثل که بعدا مشخص شد فروخته شده به شرکت در آفریقای جنوبی برای اونجا پیدا شده بود و خیلی هم سازمان روش مانور میکرد که دکل دزدی شده. بعد اون موقع یه سری از این فرماندهای ما بودن برای معترضا به شوخی میگفتن نکنین همون دکل سرنگونیه که برادر گفته بود سر از آفریقا در آورده. یعنی خودشون هم مسخره میکنن و جوک میسازن. آره اسباب خنده همه بود دیگه، برای مزاح میکردم هم میکنه این نکنه همون دکل سرنگونی زمان خاتمی الان سر از آفریقا در آورده. خیلی ممنون. سوال پنجمی اینه که یا نظر پنجم اینه که فرقه رجوی مدعی شده روزنامه اشپیگل به اینها اتهام زده است، یعنی اینکه روزنامه اشپیگل گفته جنبش مجاهدین پایه و طرفداری در داخل کشور ندارد یا در گذشته به صورت مارکسیستی و استالینیستی ظاهر شدند و اینکه جدا شدگان به این مناسبات اتهام فرقه بودن میزنند. نظر شما در رابطه با این اتهامات چیست؟ خب مارکسیستی استالینیستی که خب برای همه
تمام کسایی که توی فرقه بودن که خب خودشون دیدن دیگه، که برای اینکه چیز پوشیده ای نیست از آموزش های فرقه بگید. استالینیستی هم خب برای خود مسعود رجوی بادی به قبقب میداخت، میگفتش که ما بزرگترین تصفیه های درون حزبی رو با این دوتا انقلابمون در سال 64 و انقلاب رژیم در سال 68 در تاریخ تمام جنبش ها داشتیم، هیچ کس مثل ما نتونسته اینطوری تصفیه درونی بکنه. خب حالا این عمده تصفیه ها به این صورت بود دیگه. حالا برخی هم که خب به هر حال راحت تر امکان دیگه چیز نداشتن، طرف رو با کشتن میدادن، با گلوله دشمن کشته میشه چه بهتر، مثل علی زرکش، کسی که فرمانده اونطوری بوده و به هر حال همردیف بوده، فرستادنش جلو از بدون هیچ نفر، خب چه بهتر که اونطوری کشته بشه. یا اونایی که واقعا ما هم موقع به داخل مناسبت بودیم، برخلاف این فرمانده ها جز میگفتن، میگفتن هر کی رو میخواستن از شهرش خلاص بشن گذاشتنش توی اشرف تا تو ده شهریور کشته بشه به این صورت. بعد حتی بعدن هم که عراقی ها رفته بودن اونجا تحقیق کردن، میگفتن که خب شما میگین ما از روز قبل تحرکات اینجا بوده به ما میخواسته حمله بشه، خب پاسگاه عراقی که روبروی شما بود، خب هر 100 نفر تو میمونید توی این پاسگاه، مگر ما حفاظت شما نبودیم؟ شما برای اتاق فرمان، اتاق فرماندهی تو لیبرتی بود، به اینا گفته بود اینا جلیقه بگوشی اینجوری بودین درگیر بشه خدا، خب همه رو بکشتن دید در طور پاسگاه پلیس، خب ما وظیفه حفاظت شما رو داشته، خب احساس خطر کردید، خب درجا میمانید تو این پاسگاه، مگر روزای قبل آب قطع میشد یا برق مشکل قطع میشد مثلا مشکلی پیش، مگر نمیمانید به ما مراجعه میکردیم؟ خب درجا میمانید، میگفتیم مثلا خواست بچه اون طرف تحرکاتی هست، میمانید تو پاسگاه. اینا دیگه شدم. خب این از استالینیستیش. بعد عرضم بود در رابطه با مناسبات فرقه‌ای، خب دیگه چرا به بر میخوره؟ رنگ رخسار خود گوید از سر نهان. تو همه نفرات آوردی اینجا وردشی بردیشون توی یک روستایی، حالا با یه فاصله حتی از اون روستا یه سیاجی کشیدی، یه زمینی گرفتی با فاصله از جاده توی یک وادی که اصلا هیچ جا رو نمی‌بینه. اون موقع به شوخی بچه‌ها گفتن ما رو آوردن توی این وادی که اگه کسی هم یواشکی تبلیغی چیزی داره هیچ وایفایی نتونه اینو بگیره، بعد توی وادی بردی که به هیچ جا دید نداشته باشه. بعد خب الان بهت هم بر میخوره، میگن کلمه فرقه، اتفاق خیلی کلمه شسته رفته و خیلی محترمانه است که فرقه به شما گفته میشه، تو خیلی چیزای دقیق تری باید گفته میشه، زندانبان باید به شما گفته میشه، کدوم فرقه؟ باز خود فرقه پرنسیبا داره که شما همون هم ندارید. بعد مورد سومش هم چی بود که فکر کنم از قلم افتاد یادم رفت، اجازه بدین نگاه کنم برگردم یک لحظه. و اینکه شماها میگین فرقه که گفتید داخل کشور طرفدارانی نداره و سه تا بود در گذشته به صورت مارکسیستی، و به این مناسبات هم شما خوش اگر شما طرفدارانی در داخل کشور دارین، خب شما یه کاری بکنین دیگه. برحال همون زمان که این ریستارت یه حرکاتی در داخل میکرد، بعد خب حتی نفرات ارزشی این تشکیلات همشون دوچار لفر شده بودن که واقعا ما با این سابقه با این فلان، یه نفری مثلا این ریستار رضا حسینی با اون کارکتر خاصی هم که داره برای مثلا یه همچین کاره داره انجام میشه، بعد مثلا ما هیچ چیز نداره. خب باشه اگر شما دارین خب بکنین. آقای حیرانی من خیلی ممنونم از شما، چون خود منم بعضی وقتا که با اینا بحث میکنم خسته که میشم، میگم ببین اصلا شما درست میگی، 90% 99% مردم ایران شما رو میخوان، منتظر شما هستن، خب چرا نمیرین؟ و این سوال خوبیه. ضمناً آقای حنا نوشته من خودم در توییتر و تلگرام و وقتی که در داخل فرقه بودم کار میکردم، اما جز فحش چیزی نصیبم نشد، چون اینها را کسی در داخل قبول نداشت، مخصوصا نسل جوان اسمشان را که میشنوند میگفتن همین رژیم فعلی بهتر است. آقای خورسندی از کانادا میگه که در اشرف یک عده‌ای دستشون بسته بود که کشته شده بودن. این ماجرا را هفته پیشم سوال کردن، اگه کسی بتونه بیشتر در این مورد توضیح بده من ممنون میشم. ضمناً آقای عبدی که لطف میکنن بعد این دوستان رو کمک میکنن تا ما بتونیم بهشون برنامه داشته باشیم مستقیما، نوشتن که آقای سوربی من یادم هست که توییتر به خاطر اکانت های فیک و نقض ضوابط توییتر 4 روز به طور کامل فرقه را قطع کرد. بله خانم مهین رو جریمه کرد، من اون موقع بودم،
کل سرور جریمه شد و همه نفرات دیگه چند روزی دیگه تعطیلی داشتیم دیگه. بله علی خانم معینی توضیح میدن که علی زرکش توسط یکی از افراد سازمان مأمور شده بود که او را بکشند و علی زرکش اجازه بدین علی زرکش مخالف عملیات فروغ جاویدان بود و جلوی مسعود ایستادگی کرد. این هم ماجراهای درون سازمان. خب اجازه بدین من این سوال از شما بپرسم. نماینده فرقه رجوی در دیالوگ چند ماهه تلاش میکردن روزنامه اشپیگل را منصرف کنند که این مقاله را انتشار ندهند. می نویسد که اگر مجاهدین هیچ حمایتی در بین مردم ندارند و اگر یک فرقه بی اهمیت هستند، چرا نگرانی اصلی رژیم ایران هستند و چرا هدف اول سرکوب در ایران هستند و در آلمان هدف اصلی رژیم ایران هستند؟ نظر شما چیست؟ آیا واقعا اینطور که اینها فکر میکنند هستند؟ یه توضیح قبل شما به من بگید که قبل از اینکه این مقاله چاپ بشه روزنامه اشپیگل آمده و این رو به اینها در میون گذاشته که این یه نشونی از این هست که باز هم کار اشپیگل خیلی درسته و میاد به طرف میگه که ما یه همچین گزارشی رو میخوایم منتشر کنیم، از اینها نظر خواسته و گویا یکی دو ماه طول کشیده تا بعدن چاپ کرده. شما در اون مورد در اون قسمت چی میدونید؟ بعد به این سوالاتی که پرسیدن جواب بدید. بفرم. عرضم به حضورتون که از قبل از اینکه خانم لویزا بیاد اینجا با دفتر سازمان چه در خود آلمان تماس گرفته بود اشپیگل و همچنین در تیرانا، بعد اینا جواب ندادن. بعد کلا من تو خودم تو قسمت همین سیاسی سازمان بودم، خودشون هم میگفتن مثلا خود مدبره که ما هر میزی که بخواد به ضرر ما باشه اون میز رو چپ میکنیم، هر ملاقاتی که بخواد به ضرر ما باشه ما بایکوت میکنیم. این سبک کار فرق است. حالا اینا هیچ جوابی ندادن. اینجا اومد من خود گوشی خانم بیزار دیدم چند تا پیام دیگه داده بود، اینا جواب ندادن. یک روز قبل از پروازش بود، یعنی میگه فردا من پس از پرواز دارم، میخوام فردا برم جلوی دفتر زمین مزرعه حیوانات چیز کنم، برم مستند. که من گفتم که خب نه نری بهتره، اینا نمیذارن صحبت کنیم. که گفتش که نه، ایشون حالا خود خوشبین بود به هر حال درجه چیز خبر نمیدن. گفتش که نه تو یه خود بدبین هستی و به هر حال من درکت میکنم، فشاره که رود بوده و فلان، یا تو عضو جدا شده هستی، نگاه تو با من نگاه من فرق کنه. خودم حالا من نمیدونم میخوایم میری بری، ولی من مطمئنم چون قبلا من به بیلسنت هم گفتم که عکاس شبکه‌چار انگلیس بود، که اون گفت نه من بران شهروند هلند هستم. و اینطوری است وقتی که برگشت بیلسن این رد پنجه های فرید روی گلوش بود، بعد به من نشون میداد میگفتش که حسن تو درست گفتی، من اشتباه کردم. که حالا بران من رو لویزان گفتم، ایشونم رفت. که حالا یه توهینی هم کرده بودم به ایشون و اینا که بران دیگه میسر نشد و برگشت. این از این باور که یعنی همه تلاشا رو اینا کردن، خب فرقه جواب نداد. بعدن که دیگه فرقه برای استیفیس سازیش دفت بلند شد حالا بعد دو ماه بیش کرد، ولی به لحاظ اخلاق حرفی و کاری واقعا خب خبرنگارش خیلی خبرنگار پایبندی بود. حتی به خود فرقه هم گفته بودن که برحال ما این مصاحبه ها رو کردیم، این مصاحبه هم همه کاملا مکتوب شده، ریکورد کرده، یعنی ضبط کردن صدا ها رو که همه زود داشته. الان ما همه هی حاضریم، بازم برحال میخواد شکایت کنه فرقه باشه، هر دادگاهی باشه ما همه با هم بیریم. بسیار ممنونم. در همین بیانیه 18 فوریه مجاهدین از طرفی مدعی شدند که برای معاون سردبیر نامه‌نگاری و دعوت کردن به کمپ آلبانی برود. وقتی که در 30 سپتامبر خبرنگار اشپیگل مراجعه می‌کند، درخواست ملاقات می‌کند، حتی خبرنگار مطرح کرده که با جواد دبیران نماینده مجاهدین در آلمان هم در ارتباط هست، با یکی از مشاورین حقوقی کمپ آلبانی مصاحبه می‌کند، اما مجاهدین قبول نمی‌کنند. چرا نه به آن نامه‌نگاری نه به اینکه خبرنگارها را پس می‌زنند؟ نظر شما چیست؟ میدونی سوربی نفر آخه ببینید یه خبرنگار رو که نمیشه فریب داد. خب یا خبرنگار رو شما باید خریده باشی
با دلار سعودی، که به هر حال اون خبرنگار بیاد از یه جاهایی عکسای بگیره که مطابق اخلاق خبرنگاریش نیستش. باید بیان این کارو بکنه، مثلا خبر فروشی و خبر سازی اینا، که خب فرقه از این کارا میکنه. یا اینکه باید درا رو باز کنه، خبرنگار میاد صحبت میکنه، خبرنگار نمیشه فریب داد، اون شغلش اینه، اون کارش اینه. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ خب فرقه ضرر میکنه، رازهای سر به مهر فرقه باز میشه این وسط. ببینید مثلا از یک دورانی در اشرف فرقه نگذاشیش خانواده بیاد. خب چرا؟ خود فرقه اصلا اینو به هم زد که خود حسن شهباز هم حالا بعدا میتونه براتون حالا توی برنامه بگه که چه اتفاق افتاد و چطوری به دروغ گفتن همچی کسی به نام حسن شهباز توی فرقه تو اشرف نیستی. چرا؟ موضوع این بود که اول اینا خب خانواده راه دادن، ولی خب خانواده ای که میومد بعد از 20 سال 30 سال بچهشو میدی، خب این مادر این بچه رو زاییده، این بچه رو شیر داده، این بچه رو بزرگ کرده. یکی دو شب با این بچه صحبت میکرد، خب میگفت مادر جان خب چیه مثلا، میفهمی این بچه در حالت طبیعی نیست. خب این سینه توراتش باز میشد برای خانوادهش، برای مادرش، برای پدرش. خب بعد خب اینا برای فرقه سنگین تمام میشد، اون موضوعاتی که در داخل فرقه بود ولو از طریق خانواده ها به بیرون درس پیدا کنه، که از یک نقطه اینا کات کردن. حالا مثلا همونطوری گفتم فرقه هر چیزی که به نفعش نباشه نمیاد. مثلا برای دادگاه از طرف فرقه هیچ کس نیومد، قاضی احضاریه داد اون موقعی که آقای محمدی اینجا بود، که من خودم همراهشون بودم در دورس، نه سمیه رو آوردن و نه از طرف فرقه وکیلی چیزی اومد. خب چرا؟ بعد خود قاضی دادگاه اون موقع برای سمیه حق ملاقات والدین رو حکم داد، و هم این که سمیه باید 10 جلسه بره پیش دکتر روانشناس، با دکتر روانشناس صحبت کنه، نظر دکتر روانشناس میشه. خب ببینید خب این موضوع اتفاق بیفته، خب دو روانشناس شغل پرفیشن حرفه‌ایه، اون کارش اینه بشینه چند جلسه صحبت کنه، خب متوجه میشه که طرف مقابلش چه آرزه هایی داره و چه موضوعاتی داره رنج میبره. خود ما زمانی که در آپارتمان کشار بودیم، علاوه بر سرویس های دندان پزشکی و پزشکی دکتری که به درار سازم بلده بود، روانشناس هم چند تا آورده بودن. عرضم بزرگتون که تشکیلاتا مدام به ما گفته میشد که مطلق کسی حق نداره با این روانشناسا صحبت کنه. خب حتی اگر هم بهتون مراجعه کردن، آیا مثلا نگرانی، دپرسی، استراب چیزی دارین، خب به هر حال از مشاوره های روانشناسی میتونید استفاده کنید. گفتن مطلق ما هیچ مشکل نداره. چرا؟ چون به محض اینکه یکی از افراد میرفت میشست با روانشناس صحبت میکرد، یعنی روانشناس در باهاش صحبت میکرد، بعد از 10 دقیقه یه رو به خب کارش اینه. بعد این وسط چه اتفاقی میفتاد؟ رازای سر به مهر این سازمان پر افتخار همش میزد بیرون، کاری نمیتونستن بکنن اینا. همین الان در اداره رمسا که به هر حال افراد جلوشن تحت نمای همین رمسا هستن که به نیابت از سازمان ملل اینجاست، همین روانشناسایی که داره، همین مصاحبهایی که با افراد، ولو نفراتی که میرن از دفتر حاج عبدالله میرن مستمری میگیرن، خب برای صحبتایی که اونا میکنن، خب برای یه کتاب قطوری شده. خب این کتاب به کجا میره؟ خب میره سازمان ملل. قبل از هر چیز خود غرب یه تصویر خیلی کامل و جامعی پیدا میکنه از خود همین فرقه، مناسبات درونش، و اینکه اصلا چه اندیشه این فرقه داره، با چه نگاهی، با چه بینشی، با چه زاویه‌ای اصلا به نوع انسان نگاه میکنه. این نگاه مکانیستی که به انسان دارن، خب تهش هم یک تشکیلات مصنوعی که هر با ساده ترین چیزا میخوان پیچیده‌ترین مسائل حل کنن. خب تهش هم اینطوری میشه دیگه. اختلاف سنی این فرقه، میانگین سنیشو با میانگین سنی جامعه ببینید چه فاصله ایجاد شده. خب تو اگر مدعی هستی که در نسل جدید ایران پایگاه داری، تو در نسل جدید ایران هوادار داری، خب باشه، یه بخش، یه المان، یه پرسنت، درصدی باید از همون نسل جوان باید در داخل سازمان تو باشه، که تو همون هم که نداری، که یه مش پیرمرد پیرزنی از نشستین خاطرات فروغ جاویدان رو تعریف کنه. خب برام اگر در ایران ما هر اتفاقی به هر شکلی، هر تغییری بخواد باشه، خب کیا میخوان این کار رو انجام بدن؟
خود ماها دیگه با 40 سال سنمون دیگه افراد مسن محسوب میشیم دیگه، جوان 20 سال تا 30 سال. برای تو چند تا جوان 20 سال 30 سال تو همین فرقه تونستی جذب کنی؟ جذبی نداشتی که. بفرمایید، ببخشید. من ممنونم از شما. آقای کرمی یه سوالی کردن درباره خبرنگار بودن. من به ایشون عرض کنم من هیچ به خودم خبرنگار و ژورنالیست ندونستم و نیستم، من یه مجری ساده برنامه هستم، ولی اینکه بله خبرنگارا یا کسانی که در کار مدیا و رسانه هستن جایی میرن در جلسات شرکت میکنن که ممکنه موافق اونها نباشن، درست مثل همین خانمی که رفته ایران و با به اصطلاح حکومت ایران یا مردم در ایران مصاحبه کرده، و چون این سوال شما درست در رابطه با سوالی هست که اینجا هست، اجازه بدید من این سوال رو از آقای حیرانی بپرسم. میگن فردی که یک خبرنگار و خبرنگار یک روزنامه بین المللی است، کارش تهیه گزارش از کشورهای خاورمیانه است، رفتن ایران در 2 سال قبل برای تهیه گزارش مگه میشه به عنوان جرم و خیانت به پای این گذاشت که فرقه رجبی میآید آسمان ریسمان رو به هم میبافه و تهمت جاسوسی میزنه. انگار مجاهدین از سیستم‌های اطلاعاتی اروپا هم قوی‌تر هستند. نظرتان در این رابطه چیست و چرا این تهمت را زدن؟ به نظر من خیلی احمقانه است، یعنی دیگه پایین‌ترین حد نادانیه که یه نفر به یه خبرنگار بگه جاسوس، چون جاسوس معمولاً خودش رو قایم میکنه، در نقش‌های مختلف میره، نمیره یه نفر در لباس خبرنگاری با دوربین و ضبط صوت و اینها بره و بگه من جاسوس هستم. و در صورت نمیدونم اون چیزی که شما گفتید باید تکیه کنیم که اینا ای کاش از تجارب اشتباه گذشتهشون یک نتیجه گیری میکردن و اونا رو به کار میبردن و این راه و اینا رو عوض میکردن. شما نظرتون درباره این صحبت چیه که اگه یه روزنامه نگاری بره یه جایی خبری چیز کنه، اینو به عنوان اینکه این مأمور اونجا هست، و اتفاقا به نظر من این نشون میده که سازمان مجاهدین اینجا هم اشتباه کرده، همون جوری که آخوندا گذاشتن این بره اونجا و گزارش تهیه کنه، سازمانم باید میذاشت و این روزنامه نگار میومد یه حقیقتی رو میگفت که ممکن بود اینجا برنده سازمان باشه. نظر شما چیه؟ بفرمایید. اینم یکی از پلیتیکای فرقه است که شیپور رو از سر گشادش میزنه. اینم در خیلی از مسائل نیده، این فرقه نمیتونه تو این قیاس خودش رو بذاره که بگه بابا من که اینقدر ادعای آزادی بخشی و آزادی خواهی و آزادی ستانی دارم، خب من نمیذارم مثلا این فرقه این خبرنگار بیاد داخل مناسباتم. بعد اون کسی رو که من دارم علیش میجنگم و اتهام ارتجاع و فلان و فلان رو نامیدم و دیکتاتوری و زندان کرده ایران و درها بسته و فلان، بعد این خبرنگار اونجا رفته تو مناسبات من نتونستی بیاد. خب این نفر سوم که نگاه میکنه این صحنه رو، خب به یه قضاوتی میفته. خب تو پک چی داری که میخوای پنهان کنی از بقیه؟ بنابراین میاد اینطور برای که نه موضوع میاد وارونه جلوه میده، خب که اینطوری نمود پیدا نکنه که این به ایران تونست بره و من راش نهدم. خب یه خاک برسریه برای خودش دیگه، یه توسریه برای خودش. میاد موضوع رو از این ور شیپور از سر گشادش دادن که این آره چون رفته ایران، خب سالانه الان این همه توریست میرن ایران، این همه مقامات کشوری مختلف میرن، خب برای اینطوری باشه هر کی به ایران رفته باشه بعد تو با یک خب اینقدر با یک ترمایی بسیار عقب افتاده و غیر سیاسی و غیر حرفی هم میاد چیز میخوب بیننده میخونه، خب مثلا خب پاش رفته ایران، خب خبرنگار کارش هم دیگه. حالا اگه خبرنگاری بره عربستان سعودی چی؟ میتونیم چیز کنیم؟ اگه خبرنگاری بره چین چی؟ بره کره شمالی چی؟ خب میام کشور اینطوری اصلا تکز به چطوریه؟ این که نشد شاخص قیاس دیگه. این فقط به خاطر اینه که داره از این موضوع در میره که این خبرنگار به ایران رفت و من که این همه ادعا دارم نتونستم، انقدر در نقطه ضعف قرار داشتم نتونستن خبرنگار رو تحمل کنن بیاد داخلونه. بعد در همین بسیار ممنونم. شما در رابطه با روانشناس صحبت کردید و اینکه سازمان به افراد گفته به هیچ وجه با اینها صحبت نکنید. آقای کرمی نوشته در رابطه با مراجعه به روانپزشک در پاریس
وقتی که من رفتم و شروع کردم صحبت کردن، بعد از 10 دقیقه از صحبت ها که گذشت، روانشناس اشکش در آمد، با گریه کردن با من صحبت را ادامه داد و باورش نمیشد که در قرن 21 به اصطلاح یک چنین سازمانی وجود داشته باشه و یک چنین افرادی هم مثل من باشند. ما خیلی خوشحالیم که آقای کرمی به اصطلاح گذشتید از اون مراحل و امروز میبینم بعضی وقتا عکسای خودتون و خانواده و نوه ها و اینا رو میفرستید. ما بسیار خوشحالیم و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. آقای حیرانی، در رابطه با روانشناسی اینها شما اگه باز چیزی داریم بفرمایید، اگه نه سوال بعدی رو من بپرسم. نه چیز خاصی الان تو ذهنم نیست، حالا در ادامه صحبت ها اگر شما روانشناس رو به گریه ننداختید. راستشو بخواد ما صحبت هایی کرده بودیم، برحال واقعا روانشناسی هایی که حالا برحال تو این ساز با رمسا هست خیلی رابطه نزدیک با بچه های ما پیدا کردن، بعد ولی رابطه اساس صمیمی شده. خودشون هم من از خودشون شنیدم یعنی گریه کردن برای چیزا، واقعا گفتن که خودشون میگونه شاید که من از یکی از کارمندای چیز سوال کردم، گفت شاید قسمت بود که این سازمان بیفته توی این ریل ارزم بزرگتون که ارگان های بین المللی مثل سازمان کمیساری عالی پناهندگان و سازمان ملل و اینا که وجوه پنهان و درونی این سازمان، چون همه گزارش میشه میره به بالا، حداقل غرب داره میفهمه که با چی پدیده ای، چون تا قبل از این هجرت بزرگ یا حتی در لیبرتی که کمیساریا بیاد، اون موقع کوبلر رو هم میگفتن رژیمی و بعد اون آقای مسعود دورانی تو لیبرتی مسعود کمیسار اونم میگفتن رژیمی رژیمی، اون خیلی همه رو رژیمی کردن دیگه، تا به اینجا رسیدیم. بعد الان دیگه زوایای چون تا قبلش یه هندونه سربسته بود، زمان صدام به یک طور، بعد از صدام هم که حالا تو اشرف با زدوبندی که با آمریکایی‌ها کردن اونجا، خب برات خیلی کمک‌های زیادی می‌کردن و کل اطلاعات منطقه و عراق و با این شیخ‌ها و اینا چیزا شد، خب برای اونا چششون رو خیلی مسائل می‌بستن و بعد یه دفعه اون روی هاپوی خودش رو بعد از استاتو تشکیلات دوباره نشون داد به همه، که تا اینکه دیگه مالکی اومد و دیگه تخت کرسی اینا چپه شد و دیگه رفتیم لیبرتی. حالا الان همین روند که قرار گرفته واقعا خب دست اینا برای خیلی رو شده دیگه، یعنی به روی خودشون اگر نمیارن ولی خوب شناختن اینا رو و اینا، خب این موضوع خودش ضربه بزرگی برای این، خب تهش باعث شده خب نه آمریکا نه کسی رو اینا دیگه حسابی نکنه. بسیار ممنون. اگر هم پول دارن میدن که با پول مثلا یه سری افراد رو نمایشی میرن و صحبت میکنن و برای پولشون رو میگیرن. بسیار ممنون. آقای کرمی میگه اگه ایران رفتن جون باشه، پس خانواده سران فرقه رجوی که از ایران برای دیدن خانواده هاشون به پاریس میآیند و برمیگردن چی؟ باید به خانم قجر گفت که خانواده نرگس خواهر خود مریم قجر و دیگر سران که دائم میآیند چه رابطه ای دارند. ضمناً آقای زمانی ها که در کار هنری و اینها هستند میگه که من چندین ساعت در فیسبوک و رسانه های دیگه گشتم، عکس جدیدی از رجبی پیدا نکردم. اگر کسی عکس جدیدی از رجبی داره، ایشون میگه من حتی حاضرم براش پولی پرداخت کنم. آقا رجبی رفته تمام شده و باید چی میگفتن اون حمدشو خوند. و اما آقای حیرانی، چرا مجاهدین اعتراض داشتن که این خانم در روز اول اکتبر با شما، آقای احسان بیدی، آقای منوچهر عبدی و غلامرضا شکری مصاحبه داشتند و نکته جالبتر این که برای این اعتراض خودشان در بیانیه‌ای که به فارسی نوشتن سند انگلیسی می آورند، آن هم از سایت های جانبی خودشان؟ بفرمایید. اولا که فقط ما نبودیم و تقریبا 25-30 تا مصاحبه ایشون داشتن و فقط هم ما نبودیم، یه سریشون همین نفراتی بودن که از دفتر حاجی عبدالله پول میگیرن، مستمری میگیرن، با اونام صحبت. تو خودشم خانم لویزا اومد گفتش که جالبه این نفراتی که از خود دفتر پول میگیرن خیلی بیشتر از شما دل پوری از این سازمان داشتن و کلی هم بد و بیراب این سازمان میگفتن. خودشم مثلا همچین دیگه بنده های خدا چیکار کنه دیگه، حالا ما
نه یعنی فقط ما نبودیم، حالا اونم دیگه اینم شیطنت های فرقه است که حالا اومده اسم گذاشته و چیز کرده و بعد سند انگلیسی اومده و مثلا با یه شامورتی بازی که حالا مثلا خب چه خب بعد اون مصاحبه کردیم دیگه، پای مصاحبه هم اونم هست، چه دروغ کجاش هم اشتباه بوده یا کجاش دروغ بوده یا در کجاش اقراق شده، همین اینا بوده. به قولن اونا بیان بگن شما اینه که گفتید دروغ گفته، اینه که گفتید دروغ گفته، تو وقت مردم قضاوت کنن. اجازه بدید که من تشکر کنم از خانم معینی، میگن من هم زمانی که از فرقه جدا شدم و رفتم پیش روانپزشک، دکتر روانشناس وقتی صحبت‌های من را شنید گفت یک انسان چقدر توانایی داره این همه مشکلات روحی و روانی رو تحمل کنه، به خاطر اینکه تحمل هر انسان 42 واحد است، اما شما 100 واحد تحمل کردید و دکتر روانشناس به من گفت که باید بره دوباره امتحان بده و دوباره تز بده تا یاد بگیری که چجوری آدم ها میتونن اینقدر به اصطلاح تحملشون بالا باشه. و آقای کرمی هم به آقای زمانیان میگن که عکسایی که از مرحوم رجوی وجود دارد مربوط به سال 1382 است، بعد از آن دیگر عکسی از این مرحوم نیست. البته چند روز پیش یه عکسی با عصا از ایشون پخش شده بود، مطمئن نیستم که فتوشاپ بود یا اینکه ایشون عصا ناگفته نماند. خیلی از رهبرای فرقه ها و اینها این عصایی که دستشونه گفته میشه که بعض وقتا اسلحه هست که همیشه همراهشون باشه، حتی به غیر از اون اسلحه‌ای که میبندن یه چیزی هم به عنوان عصا با خودشون هم میکنن. شما صحبتی دارید یا سوالات بعدی رو من بپرسم از شما؟ نه در خدمتتون هستم، بفرمایید. ببخشید هر وقت خسته شدید به ما بگید، چون من وقتی این سوال ها رسید گفتم این بنده خدا رو با این همه سوال ما نمیخوایم سوال بارون کنیم و خسته کنیم. بله نه خواهش میکنم، ما سوالیان تو سازمان روزی صبح تا شب بیلو کلنگ میزدیم مثلا میگن همانطور که خود فرقه رجوی در این بیانیه قید کرده 45 روز بوده، یعنی از اول سپتامبر تا 14 نوامبر، که موافقت نمیشه که این خانم خبرنگار با جواد دبیران از مسئولین مجاهدین که به اسم نماینده شوراست تماس بگیرد. پس چطور است که این فرقه میگوید هیچ تماسی نگرفته و همینطور رفته جلو کمپ اشرف؟ شما چی فکر میکنید؟ مخصوصا چون شما با این خانم به اصطلاح از نزدیک صحبت کردید و من عکستونم نشون دادم. عرضم حضورتون که خب چون فرقه نمیخواد که این خانم بیاد با جواد دبیران صحبت کنه، جواد دبیران خب به هر حال خودش کسی که یه جدیدن مسئله دار شده اونطوری که ما شنیدیم، مشکلاتی با خود فرقه داره، نمیخواد. بعد برای همین از اون طرف اونطوری خودش سنگ اندازی میکنه که هیچ ملاقات صورت نگیره، از این طرف هم خب باز دوباره میگه که نه اینا نیومدن، دروغ و شامورتی بازی هایی که این فرقه همیشه داره. بسیار ممنونم. میگن که چرا از این جملاتی که روزنامه استفاده کرده جماعت فرقه رجوی اینقدر وحشت دارن؟ مثلا روزنامه در جایی نوشته که 3 بار در هفته بسیاری از اینها تمرین میکنن که گلوها را با چاقو ببرن، دستها را بشکنن، چشمها را با انگشت از حدقه بیرون بیاورن و دهانها را پاره کنن و به روزنامه اش میگن مارک میزنن که خمینی گونه مینویسن. نظر شما در این مورد چیه؟ عرضم بود که در اشرف و لیبرتی خب باشه این آموزش ها بود دیگه، هفته 3 بار هم بود دیگه برای توی چیز. حالا یه موضوعی هم که من خودم داشتم چند وقت پیش برای خب تامین هزینه های زندگی من، خب شما میدونید ما با مشکلاتی هم اینجا مواجهیم برای تامین هزینه همون، من به یک از همین شرکت سیکوریتی رفتم برای که استخدام بشم به عنوان سیکوریتی، که اونجا رفتم و هم مدارکم رو گرفتن و صحبت کردن با من و بعد تستم کردن و اونجا من گفتم خب من سری دفاع شخصی و درگیری های خیابانی و که یه سری چیزا هم رو چک کرد و بعد اتفاقا خیلی هم طرف جا خورد و اینا تو از کجا بلدی چه رشی رفتی، که گفتم من برحال همین اکسپمبر همین فرقه بودم و ما هم که آموزش هایی در گذشته دیدم، که اتفاقا خب طرف خود شما یه برگم به من دادن که من رفتم خیابان مسلم شوری اداره پلیس اونجا اداره پلیس مرکزی که قرار شد یک آموزش 2 هفتهی ببینم و به صورت توجیهی، پس 2 هفته بیام که بیا که ما میفتیم سر کار و
اتفاقا اون مسئول اونجا هم توی میدان اسکندر بیگ بود، همین جایی که رفته بودم شکست بودیم، اتفاقا خوشم اومد گفتیش خب برای تو هم هیکل بزرگی هم داری، برای حفاظت شخصی هم میفرستم که حقوقش بیشتره. من خوشحالم بودم دیگه. من با برگه معرفی نامه که اینا به من دادن با یک از همین دوست آلبانیایی بند خدا منو برد راهنمایی کرد دیگه، ما رفتیم اداره پلیس اونجا و داشتیم کارار میکردیم که دیگه بعد از نهایی منتفی شد، چون اون خانم مسئول اونجا بود اومد گفتش که طبق قانون جدید برای افراد خارجی که بخوان سکوریتی اینجا کار سکوریتی داشته باشن یک سال بعد از ازدواجشون بگذره، که حالا ما متاسفانه یا خوشبختانه برای مجرد بودیم دیگه، من استخدام نکردم. ولی خب بود این چیزا، مثلا همینم برای خود منم که رفتم امتحانم دادم تو خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. در آلبانی موقعی که ما وارد شدیم در آپارتمان کشا بودیم که امکانی نبود، بعدم که همه ما رو مثل برده برداشتن بردن به این مزرعه حیوانات، همه مثل لباس کارگری و از این کلاها و از جلیقه‌های کارگری، بعد گلم بود و با چکمه ما همش کار ساختمانی میکردیم که دیگه ما بعد عید که دیگه قرار از اونجا خارج شدم. ولی من جدیدن تقریبا دو هفته پیش، هفته پیش فکر کنم، یکی از همین نفراتی که از همین دفتر حاج عبدالله مستمری ماهیانش میگه، اون به من گفت، گفتش که جدیدن داخل چیز همین آموزش های چیز رو راه انداختن، آموزش تکاملی و نظامی اینها رو راه انداختن داخل. البته اجازه بدین که ما عادلانه عمل کنیم. من خودم یادمه توی سربازی وقتی اون آموزش ها رو میدادن، اون وقتا با یه سری تفنگ M1 و سرنیزه و اینها، بعد به ما جنگ سرنیزه هم یاد میدادن که اگر یکی به اصطلاح تفنگش حالا تیرش تموم شد و رسید به همدیگه با این سرنیزه ها چی کنه، که من خب جوون بودم دیگه، گفتم که خب من ترجیح میدم به جای سرنیزه با خود این تفنگه به عنوان چماق با دشمن دعوا کنم، که من رو یه شب انداختن زندان به اصطلاح زندان خرم آباد، گفتن تو پرروبازی در بردی. اینا هست، افراد رو برای اینکه مشغول نگه دارن و برای اینکه اون طرف هم فکر کنه واقعا یه چیزی بیشتر از دیگران میدونه، اینا رو مشغول میکنن به یه تمریناتی، یه سری بیگاری اینجا بکن پر کن. و این تمرینات شخصی یا دفاع شخصی شما الان اگه نگاه کنی تو تلویزیون هم میذاره، حتی برای خانم ها میگه شب اگه تنها میری، اگه طرف حمله کرد بهت، با انگشتت اینجوری بکن تو دماغش و فشار بده بالا، بدترین جا هست. اینها هست. ولی اینکه سازمان مجاهدین حالا ناراحته که چرا اونها گفتن اینجوری، خیلی جواب قانع کنندش این بود که ما داریم به افراد خودمون دفاع شخصی یاد میدیم، نه اینکه بگه ما همچین چیزی نداریم. خب تو اگه همچین چیزی نداری، اسلحه و توپ و تانک هم که نداری، پس چی هستی دیگه؟ اصلا میدونید موندن توش که باید چه کار کنن. در صورت آقای زمانیان از ایران، از انسانیت شما و چهره دوست داشتنی شما صحبت میکنن، میگن که موج میزنه انسانیت از چهره شما. خب سوال بعدی اینه، فرقه رجوی در همین بیانیه مدعی شده که جوابیه یا جوابهای آنها در آدرس زیر در سایت کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت به زبان آلمانی میتوانید ببینید، اما وقتی به سایت مراجعه میکنید هیچ گونه جوابیه‌ای وجود ندارد و دیده نمیشود. نظر شما چیست؟ چرا فرقه رجوی چنین بلافی زده است که گفته ما جوابیه دادیم ولی جوابیه نیست اونجا؟ فکر کنم مثل همین ایران افشاگر در دست تعمیره، نمیدونم من راستش رو بخواهیم. این که گفته به زبان آلبانی یا آلمانی گفتین شما؟ اجازه بدید فکر کنم من نوشته بودم اینجا آلمانی، جوابم وقتی به شورای ملی به زمان آلمانی. شورای ملی مقاومت به زمان آلمانی جرم. حالا اب نداره، در اصل شما گفتید که اینم مثل چیزهای دیگه. و 13مین سوال در بندهای 13 14 15 این بیانیه معروف، فرقه رجوی شدیداً با آقای غلامرضا شکری تهاجم کردن، مگر این آقا روی چه چیزی انگوش گذاشته و تکیه کرده بود که الان نزدیک 3 هفته است فرقه در حال جیغ بنفش کشیدن است؟
خب عرضم به حضورتون غلام رضا شکری، خب یه شاهد حی و زنده است در رابطه با همون دستگیری سال 73 و نسب کشی هایی که وجود داشته تحت عنوان اینکه به هر حال می‌خواستن در رابطه با مثلا نفوذی در بیارن و یا مثلا شک امنیتی داشته اینا. خب به هر حال اینا یه سری نسب کشی ها هم داشتن، صفر صفر تشکیلاتی هم کردن. باید من همین الان دیشب با یک نفر از آلمان صحبت میکردم که این رده ام او داشته تو سازمان که بوده، تو افراد جدا شده، که صحبت کرد، گفت من مصاحبه غلامرضا رو خوندم، گفتش که من نمیدونم غلامرضا کامل گفته یا نه، یا در جایش اگر اقراق کرده یا نه اینم نمیدونم، ولی حرفایی که غلامرضا زد مو به مو عیناً با خود من همین رفتار شده بود. دقیقاً تمام چیزایی که غلامرضا گفت سر من اینه که من دیشب تقریباً 2 ساعت با این دوست من داشتم صحبت میکردم، میگفتم خب تو رو خدا بلند شو بیاد صحبت کن، تو هم آلمان که هستی بیا برو با همین خانم لویزا صحبت کن، به یک جایی بیا اینا رو پابلیک کن، اینا رو انتشار بده عمومی. هی گفت تو رو خدا آزاد، من برای سنی از من گذشته، من پیرم، من دیگه اصلا اعصاب ندارم، اصلا نمیخوام وارد این موضوعات بشم، چند سالی از زندگی مونده، حالا کی قرار میبینم دیگه، اصلا من خستم. گفتم خب برام این چیزی که داری به من میگی واقعا این چه دردی دوا میکنه، برام باید بشوری به این دقیقا فرقه همینو میخواد، تو یه آدم منزوی افسرده که به هر حال ولی تو میتونی چیکار کنی، به هم بشوری اینو، بشکنی اینو، افشا کنی که واقعا یه عبرتی بشه برای بقیه، یک افشاگری بشه، یه روشنگری بشه، تنویر افکار عمومی باشه، چرا تو خود. ولی من دیشب همین منباب اطلاعات داشتم با این نفری که واقعا میگم عین همین اتفاقات برای من افتاده، و واقعا من یکی از تلاشام اینه که افراد رو به لحاظ ذهنی به نقطه برسونم واقعا که بیان اینا رو افشا کنن، بیان بگن، نه اینکه تو خودشون نگه دارن. خب بچه خب تو میمیری دیگه، این راز سربامهریه که مونده. مثلا یکی از نفرات دیگه که من خودم هم با من صحبت کردم، مثلا قبلا جز فرماندهان بود، مثلا این نفر خودش در سال 68 طلاق و قبول نداشته، که 69 در سال 69 بعد طلاق و مطلق هرچی بهش فشار آوردن قبول نداشته، بعد اینو برای یه مأموریتی میشه که میفرستن بصره از اشرف، اون موقع حالا شرد کوت بوده کجا بوده، همسرش و بچه‌هاشو بلیط پرواز آلمان بهش میدن، برنامه برن اروپا، میگن که بریم فلانی میاد، اینطوری خانواده‌اش ازش جدا کرده بودن. اینم موقعی که اومده بوده گفته خانواده از جای مثلا قبول ندارم، انقلاب اینا رو مطلق قبول نداشه. بعد در سال 73 چون به قول ما روی شواغلوس بوده توی این مناسبات دیگه، سال 73 با بدترین توهین‌ها و ضرب و شتم و کتک‌کاری بسته بودنش و برده بودنش با جرم نفوذی، که بعد همونجا میگم موقعی که من رو گرفته بودن که همین جواد خراسان بوده و عبدالله مسنا و گوریله و چند نفر دیگه، بعد میگن حکم برام میخوندن که به جرم نفوذی در سقوط ارتش آزاد بخش و اینا. بعد میگم من میخندم میگم من با زن و بچه‌م اومدم توی این سازمان، در سال 66 هم اومدم، بعد من نفوذی‌ام. بعد ولی چطوری چون این قبول نداشته انقلاب اونا رو، از طرفی هم برداشتن اینطوری خانواده‌اش ازش جدا کردن دیگه، اینطوری اینا این کارا رو هم کردن. و من با همین دوست منم خیلی صحبت کردم که با بیا اینطوری نکن، تن نده به این چیز، بیا اینا رو افشا کن، اینا رو بیا بگو خودت خانواده، که میگه که به هر حال اینم دیگه تولیدات تشکیلات این فرقه رجوی که آدم ها رو اینقدر پاسیو و برای افسرده و دیگه خسته از همه چیز، خسته از همه چیز، که یه طرف حتی حاضر نیست اون شکنجه هایی که برای شده رو بیاد بگه. واقعا ما با دوستان داریم تلاش میکنیم در قالب یک کمپین غیر رسمی که افراد راضی کنیم بهم بگن. خب اجازه بدین ما هم از ایشون دعوت کنیم، و من بارها گفتم که ما از شما تشکر میکنیم، میتونستید برید مثل همین دوستان دنبال زندگی خودتون و اینها، ولی بذارید من یه نکته ای رو به اصطلاح بالاتر از این بگم. و من فکر میکنم افرادی که مثل شما میان میگن، شما اون وظیفه ای رو که داشتید متوجه شدید و دارید عمل میکنید، و اون دوستان اون وظیفه ای رو که دارن به اصطلاح کم محلی میکنن بهش
و خودشون یه جوری قانع میکنن که من دیگه مسن هستم، این چند سال باقی مونده فایده ای نداره و اینها. نه، شما اتفاقا چون مسن هستید سالهای بیشتری بودید و باید حتما بیان بگین. من اینجا رسما از شما دعوت میکنم، ضمن اینکه آقای حیرانی گفتن که یک کمپین غیر رسمیه، ولی من از شما رسما دعوت میکنم که بیاین و به این دوستان بپیوندین، چون خود من یکی از افرادی بودم که برای سازمان مجاهدین مجانی بارها کار کردم. شاید یکی از دلایلی که اینها از لیست تروریست آمدن بیرون همین تلویزیون مردم باشه و فعالیت هایی که کردن، ولی اگر شما نبودید، افراد دیگری قبل از شماها نبودن، من هنوز هم در همون نادانی و گمراهی بودم. آقای کرمی میگن که آقای سوربی درون فرقه رجوی به اکثر نفرات آموزش تکاوری دادند یا دیدن و در این آموزش تکاوری یا همان کلاه سبز ایران است، نه نحوه گردن شکستن، بینی پاره کردن، دهنجر دادن، تمام اینها در آموزش شخصی در تکاوری فرقه رجوی وجود داشت. خیلی از دوستان هم شرکت کردن، حاضر هستن به عنوان شاهد هم در هر دادگاهی شرکت کنن. مثلا من در رشته مهندسی برق بودم، برای این تکاور من را هم فرستادن که علی ذوالجلال و خسرو صادقی و افشین این آموزش ها را به ما میدادن. و خانم زهرا معینی هم میگن اون مقاله آلمانی درست بوده نه آلمانی. ممنونم، یعنی جرمن. از ایشون تشکر میکنم. و باز خانم معینی میگن در قرارگاه های مختلف با سران فرقه آموزش تکاوری با افسران درجه که عراقی به ما داده میشد. همون یه دلیلش اینه که افراد رو مشغول نگه دارن که اینها فکر کنن دارن یه چیزی یاد میگیرن و از افراد معمولی قوی ترن، داناتر هستن. و یکی دیگرش هم اینه که مثلا حمله کنن با آقای کرمی و یا دیگران، و دیدیم عکساشو که اینها از اون تکاور بودنشون نه در جهت مبارزه با آخوندها، بلکه با مبارزه با افرادی که جزو خواهر برادرای خودشون بودن تا چندی قبل استفاده کردن. اگه شما در این مورد صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه 3-4 تا سوال دیگه میپرسیم. میدونم شما خسته شدید ولی باشید با ما. خب سوال کنم یا چیزی میخواین بگین شما؟ نه بفرمایید. بله، میگن سران فرقه رجوی مدعی شدن که آقای شکری راست میگوید، ده ها بار به طور خصوصی بدون حضور هیچ یک از سران با افسران آمریکایی، نمایندگان کمیسیون عالی پناهندگان، نمایندگان صلیب سرخ بین‌المللی دیدار کرده است و به سادگی میتوانست با آنها بگوید میخواهد کمپ را ترک کند. آیا واقعا از چنین امکانی شما هم برخوردار بودید؟ میشود مقدار از آنچه که واقعیت دارد را بیان کنید؟ عرضم حضورتون که خب ما این موضوع اینجا با خبرنگاران در برای توضیح دادنش در کشکش بودیم که اون واقعیت صحنه رو بتونیم بهش منتقل کنیم. اولا که در فرقه رجوی همونطور که خودتون گفته افراد رو مشغول نگه داشتن، آدم رو مدام فکر کنن که یه سر و گردن از آدم های جامعه عادی بالاترن. اینا لطایف الحیل افراد رو نگه میدارن. خب ببینیم صرف یک زندان فیزیکی بخشی از قضیه است، زندان فکری بخشی از قضیه است. عرضم بود افراد رو در محضوریت های اخلاق، من الان چندین نفر میشناسم در داخل مناسبات که سالیانه اینا تموم کردن، ولی فقط به دلیل اینکه یک عضوی از اعضای خانوادهشون در داخل مناسبات برحال مادری، خواهری، پدری خودم اینا پابندن اونجا، نمیتونن بیان بیرون. خیلی ها شما نمیتونن، خوش به حال تو آزاد که برای تو مجردی. فکرشو بکن که مثلا الان خواهرت هم تو مناسبات خواهرها بود، اصلا میتونستی پاتو بذاری بیرون این سازمان؟ چیکار میخواستی بکنی؟ بعد به خانوادت چی میخواستی بگی؟ بگی خواهرتو تنها ول کردی، خود بلنشون اومدی بیرون. انبوهی موضوعات هستش که بر سر راه فرد قرار داره که نتونه به راحتی تصمیم بگیره بیاد بیرون. کما اینکه من جلسه قبلم گفتم خدمتتون که علاوه بر زندان فیزیکی که خود فرقه با ضوابطش با محدودیتش ایجاد می‌کنه، یه زندان فکری هم داره. افراد مدام از این زندان به این زندان دارن. مثلا خود ما در لیبرتی که بودیم بحثا چجوری شده بود؟ بحثا اینطوری شده بود که ما اینجا افتادیم داخل این تیوالای لیبرتی، عرضم بزرگتون که داعش اون بره، هر لحظه ممکنه اینجا حمله بشه،
هزار تا زن ایرانی اینجاست، اگه شرف غیرت ایرانی بودن واقعا اجازه میده که کسی این زنا رو ول کنه و برسن، یعنی موضوع اینجوری جوانمردیش کرده بودن که کسی اینقدر بی‌شرفه که هزار تا زن هموطنشون ول کنه تو این چارچوب کمپ لیبرتی که هر بلایی سرشون بیاد. اون موقع حالا داعش هم حمله کرده بود، بازار کنیز فروشا رو انداخته بود و اگه کسی شرفش قبول میکنه که همین خواهرای مجاهدی کنار دستش مثلا ببرن تو بازار کنیزا بفروشن فلان، خود آدم ها دیگه حالا فرش کنی، حالا دنیا دیگه چه ارزش داره که دیگه ما که هم سالی هم بود، حالا جهنم بود، حالا موشک هم هست، هرچی که هست بیمونیم تا این پروسر رد کنیم، یا همونجا که خودشون هم گوهن بگفتن فریز کنین هر چیز رو که هست بعدا بهش پرداخته میشه. اینجوری هی مقتب مقتب تو افراد رو هر کس رو با یک هیله میشوندن از این مقتب و اون مقتب. یا یه موضوع دیگه هم بود در عراق یا در همون چیز، افراد هم اطلاعات دقیقی از داخل چیز نداشتن، از خارج فرقه که نداشتن، که همین الان مثلا ارتباطات محدودی که با داخل فرقه است بچه ها مثلا میگم ما هر روز اینجا یه بریفی داره خونده میشه که کمیساری ها حقوق قطع کرده بچه ها، نفرات بریده ها اسمش رو گذاشتن بریف بریده ها، کمیساری ها هزینه پزشکی رو قطع کرده، پول ماهیانه قطع شده، اینا الان نون ندارن بخورن، لباس های پاره پوره پوشیدن، یه تعدادشون اومدن جلوی در دفتر گریه و زاری که ما رو دوباره راه بدین تو سازمان. خب به هر حال سازمان هم راه نمیده، مثلا یک دروغای داخل فرقه آدمان گفته میشه. حتی من اون روزا با یک چت کردم گفتم بابا باشه، اولا که همچین چیزی نیست، بر فرضم همچین چیزی باشه خب مگر تو بیل به کمرت خورده؟ خب یه کار می‌کنی اینو خودت در میاری دیگه، مثلا مشکل چیه؟ اگه مثلا واقعا قصد می‌گیم چه افراد تحت تاثیر این بیفای فیک میذارن که یه سیاه نمایی از بیرون کرد که انگار بابا برای این فرقه آخر دنیاست دیگه، با همینجا بسازی دیگه، برای بسازیم و بسازیم. به طور خاص اونه که سن سالی ازش میگذشه یا خب برحال عضو از دست دادهی دارن، به لحاظ جسمی اعضایی از بدنشون از دست دارن، یا مثلا بیماری حادی دارن، یا کهولت سنی از دارن. خب دیگه بنده خودم، من خودم داخل فرقه بودم با بعضیشون صحبت میکردم، گفتم با این همه اختلاف نظری که تو داری خب چرا موندی؟ بعد میگه خب برحال تو من برم از اینجا، خواهر برادر خودم مثل پدر بزرگ مادر بزرگ شدن، من خودم 60 چند سالمه، خب من الان اون زمانی که درس و تحصیلات و خارج ول کردم اومدم تو این فرقه، خب الان برم مثلا کجا میخوام برم؟ خب مثلا همین الان هم تو جامعه عادی باشم، خب سن نفس سنی که باید برم خونه سالمندان، خب باشه همینجا چند سال آخرم دیگه سر میکنیم دیگه، چند ساعت کار و چند ساعت هم برام برنامه‌های دیگه است، میشه دیگه گذران عمر میکنیم. به این صورت افراد نگه داشتن. حالا اینم که میگه که خب بله، اولا که ناگفته نمونه که خیلی از موضوعات رو افراد خبر نداشتن. اینجا تو لیبرتی هم ما بودیم، خودم کمیساری هم به راحتی میتونست با آدم ها در ارتباط قرار بگیره، هر با مثلا کمیساری هم میومد همه رو بودم بینید تو بنگالا بیرون نیم باز دیده، و اگه به تصادف با یک نفر کمیساری ها یا وضعیت نفر طوری بود که قشنگ اقدام تصمیم قاطع رو میگرفت میومد بیرون، بچه خب چون موضوع تعیین تکلیف نبود خب افراد میترسیدن، فکر میکردن که تو همون کمپ لیبرتی یا تو همون اشرف بیام بیرون مثلا گیر میکنن. خب که کما که اینطوری هم بود دیگه، خب توی تیف تعداد چند سال خب گیر کرده بودن که بچه هم دیگه فرستاد بچه هم اینقدر هم مدام بریفای سیاه نمایی میکردن چیز بیرون، آدم ها رو میترسوندن. خب آره این هست. الان حالا نمیاد بگه که چرا نفر با اینکه این رفتار رو باهاش کرده بودیم مثلا ما چه فضای ایجاد کردیم و چه سیاه نمایی کردیم و چه شامورتی بازی های نفر رو نگردشیم، اینو نمیاد بگه. خب میاد اینطوری میگه که بله خب این نفر اگه مدعیه که واقعا همچین بدرفتاری باه شده در این پریود ها میتونسته بره، ولی خب کارهایی که خودش کرده رو اینا رو دیگه به روی نامبارک خودش نمیاره. بفهمید. بسیار ممنونم. آقای شیرزاد میگه اولین بریده و مزدور خود رجبی است، چون با ساواک همکاری کرد، بعد هم سالهای 60 و 82 در رفت. آقای احسان بیدی میگن که در 6 و 7 مرداد و 19 بهمن در اردوگاه مرگ رجبی در عراق مسعود رجبی تیم‌های ایزایی
و بخشی از نفرات در ارتشها آموزش چشم درآوردن، حتی سلاحهای سرد و وسایل کور کردن و غیره آموزش میدادند و ساخته شده بود و در آموزش‌های ایدئولوژیک سازمان به ما کشتن نفس و آموزش دادن و به مرور آموزش کشتن مردم را. و اجازه بدین من این سوال رو از شما بپرسم، یکی از سوالا رو قبلا شما پاسخ دادین، همونی که این سوال پیش میاد که مجاهدین ادعا دارن 2500 نفر، پس چرا فقط 1000 نفر؟ شما توضیح دادید، گفتید شاید فقط 1000 تا خانومی که اونجا هستن امضا کردن. بعد اینجا میپرسن که در آخر بیانیه فقیه رجوی مدعی شده که مناسبات عمیقا دموکراتیک دارن و اتهامات مانند کیش شخصیت و اقتدارگرایی در مناسبات دموکراتیک آنها جایی ندارد. من خندم میگیره که میخونم، هم شما که داری میشنوی خندت میگیره و خود این بله شرح رخساره خبر میدهد. نظر شما در این مورد چیه که اینها میگن ما کیش شخصیت نداریم، ما اقتدار اصلا ندارم؟ اصلا سگ داند و پینتوز که در انبان چیست اصلا ندارن. ما مثلا اینقدر که ما فقط یه خاطره خدمت رو بگم، یک دفعه یک برنامه است تلویزیون فرقه داشت پخش میکرد در رابطه با برحال یه سری طلبه های جوان رو آورده بودن که برحال رهبری خامنه‌ای براشون صحبت میکرد. یه طلبه بلند شد اونجا گفتش که آره مثلا این مسئولینی که ما را آوردن اینجا گفتن که یک چیزی بگین که خب آقا خوششون بیاد. خب حالا این چیزی که اونجا مثلا خامنه‌ای گفتش که بله انتقادایی شد که برام چیز اینو با کلی دادار و دودور تلویزیون فرقه پخش کرد. ما اون موقع داشتیم شام میخوردیم، از سالن اومدیم بیرون، دو تا از همین ام او که رده ام او داشتن مثلا کسایی که از سال 57 سازمان بودن، بعد میگفتم واقعا تو ایران همچین تغییراتی کرده که مثلا یه طلبه جوانی بلند میشه بعد جلو اون همه آدم، جلو رهبر عالی مثلا جلو خامنه‌ای بلند میشه میگه آقا به ما گفتن که یه چیزی بگین که آقا خوشش بیاد، بعد اینجوری بعد میتونه انتقاد بکنه، بعد تلویزیون هم پخش میکنه. خب تلویزیون که خب مال خود حکومته، خب اگر پخش کرد که 80 میلیون آدم هم دیدن. بعد میگم واقعا ما اینجا هر موقعی که بلند میشیم تو نشست باید منت راه یافتگی و رهبری رو به جا بیاریم، یعنی به زبون بیاریم، به لسان. بعد ولی تو ایران اینجوری شده، ما اینجوری هستیم؟ یعنی در رابطه با کیش شخصیت که میگیم، یعنی یه همچین چیزایی که میذاشتن، بعد نفرات خود فرقه بعد لپر میخوردن، میگفتن اه مثلا ما مدعی هستیم که در ایران دیکتاتوری رهبری فلان، ولی اونجا اونطوری داره صحبت میشه، ولی ما خودمون این کیش شخصیت نیست چیه دیگه. بسیار ممنونم از شما. سوال میکنن که وقتی اشپیگل این گزارش رو انتشار کرد، سران فرقه رجوی رشوه دادن به حزب راستگرای اسپانیا که یکی از رهبران آن یعنی آقای الخوویدال کوادراس قبلا نماینده پارلمان بوده و از لابی‌های قدیمی فرقه رجوی است، عنوان کرده که دعوای سیاسی در اسپانیا است، یعنی دعوای احزاب اسپانیایی قلمداد می‌کنه، در حالی که این رشوه 800 هزار یورویی را فرقه رجوی داده. من مبالغ زیادتر از اینم شنیدم، نمیدونم حقیقتش کدوم درسته. شما فکر می‌کنید این که سازمانی که افرادش رو میگه جورابتون رو این پا بپوشید اون پا بپوشید، بعد این پولا رو میده افرادی مثل جولیانی و نوت گینگریچ و اون آقای دیوانه جان بولتون و اینها بیان، میاد در حتی انتخابات کشورهای دیگه هم به این صورت دخالت میکنه، چی فکر میکنید این سازمان به اصطلاح میتونه بویی از دموکراسی برده باشه؟ نه، این کار که اینا میکنن به اصطلاح میشونه لابی سازی. تو عراق هم اینجوری درست بهش میگفتن میخ، میگفتن ما باید تو پارلمان میخ داشته باشه، یا میخ درست کنیم یا میخ درست کنیم. بعد تو خود همون عراق برای مناسبات عشیره‌ای بود و اینا خب خیلی نفرات اصلا نفرات بچه جدا شده ما که الان دارن افشاگری میکنن، خب مثلا بودن نفر مسئول صندوق بودن، شیخ ها ماهانه 1 میلیون دینار میومدن پول میگرفتن، فخوز یعنی یه رده از شیخ پایین تره ماهی 500 هزار دینار بهش میدادن، افراد عادی هم که
مثلا اونایی که مای 5000 تا 100000 تا بشه میدن، بعد کمکشون میکردم تو همین انتخابات ها که انتخابات محلی بود دیگه، که اون زمان اینجوری خیلی پول این گفتم خرج کردن و به جبهه مرامی هم تشکیل دادن اون موقع که بتونن مثلا این جبهه مرام همیشه رو دست بگیره. خب آره این کار رو اصلا میکنن، خیلی هم حرفی انجام میدن، یعنی اون کار همون کار رو تو عراق هم میکردن که تو قسمت شمال ما خودمونم کار میکردیم که از پایین میگفتن اینا خوشمون موقع میگفتن که ما به صوره انقلابی کار میکنیم، یعنی از پایین به بالا میریم، ما مثل چیزی که از چه حمایت استعمار نداریم، حمایت ابرقدرت نداریم که مستقیما بتونیم با دولت ها چیزیم، ما از پایین شروع میکنیم کار اجتماعی رو تا، ولی در واقع این یه پوشی بود که باهاش لابی سازی میکردن. الان این همون کار رو هم مثلا خب یه حزب ضعیف توی اسپانیا که برای وکسی بکنست که آل خوبیده رو بتونن دوباره با همون بفرستنش توی چیز که اون بتونه براشون کار بکنه اینا، و خب پولش هم که از سعودی میاد مشکل نداره. حالا دموکراتیک که میگه خب بالاخره هر جنبش دموکراتیکی پاشو مردمش صفر میکنه، با مردمش تغییراتی در جامعهش ایجاد میاره، با نسل جوان جامعهش یعنی تکیهگاهش اونه، نه اینکه تو اینا تمام هدفشون اینه که به شیوه صدام حسین که سرنگون شد، یعنی با دخالت یه ابرقدرت خارجی مملکت مثلا حکومت اصلی سرنگون میشه که اینا میتونن با ما اپوزیسیون، تنها راهی که براشون مونده همینه. چون خودم میگم نسل عوض شده، اصلا فرهنگ عوض شده، چی باشه ما فقط بین شده، یعنی برای همه هدفشون اینه که خودشون هم بود اسم تابلوشون هم بود تابلوی جرقه و جنگ، یعنی با جرقه و جنگ بتونن مثلا با خیلی هم توریزم میکردن، میگم خود لنین هم اگر تونست در روسیه تزاری رو شکست میده، خب از خلای قدرتی که در جنگ جهانی اول به وجود اومد، اگر که چین ماو تونست در چین به قدرت برسه، از خلای قدرتی که در اثر جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد با همه چیزاش، ولی خب برم این هم هدفش اینه که میگه به هر حال به همون شیبه عراق مثلا با یک جرقه و جنگ، یعنی برای همین همش تلاش دادن که کار با آنتاگونیست و جنگ بکشونه، برای همین موقعی که اتمی ما تو لیبرتی بودیم به وقوع پیوست بین دولت روحانی و فرانسی، بعد دیگه همه تب کرده بودن دیگه، دیگه تموم شد دیگه، باز دوباره مسئولین دیگه خلاصه شروع کردن به بریف می اومد و فلان می اومد فلان، که برای فضای بر افسرده و پاسیو و یأس سیاسی که ایجاد شده بود تو سازمان رو برای برطرف کنن، که خب برای اونجا هم تبعات خوش شد باشه. بسیار ممنونم از شما. و آقای کرمی هم اون مقاله ای رو چاپ کرده گذاشتن لینکش رو، که میگن این آقای نماینده بیش از 20 سال از کلابی فقه رجوی است، برای انتخابات انقدر بهش پول دادن ولی ماهیانه یا اون موقعی که میاد در مراسم شرکت میکنه 40,000 یورو میگیره. یه فیلمی هم دوستان فرستادن، فکر کنم آقای جواد فیروزمند باشه که صحبتای کرده، اون رو میتونیم بعد از مصاحبه شما پخش کنیم. من یک بار دیگه از شما تشکر میکنم و اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه که بخوایم از شما باز هم مهمان برنامه ما باشید در برنامه آینده، و امیدوار باشیم که با خبرهایی بهتر شادتر، و اون افرادی هم که شما باشون صحبت کردید اونها هم حاضر بشن که بیان به اصطلاح صحبتهای خودشون رو در برنامه های کانون آوا از طریق تلویزیون مردم پخش کنن. من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. بفرمایید آقای ایران. فقط من در ازای آمار بگم در رابطه با همین هزینه‌ای که خرج میکردن، در لیبرتی نشست داشتیم که خود مسئول رجوی داشت صحبت میکرد در رابطه با اینکه آره ما مقاومت ما مظلوم و هیچ تبر قدرتی نداریم اینها، بعد میگفتش که همین توریسیلی و مککین که اومدن بعد 200,000 یورو که یه سر اومدن که تو لیبرتی دولت عراق نذاشت بیان داخل، همون دم در ملاقات کردن، خب 200,000 یورو این از ما پول گرفتن که اینو مریم باید بده مثلا خودی، و برای ویلپنگ و ویلپن امسال ما 300 تا شخصیت از امریکا فقط آوردیم که بلیط هواپیمای فرست کلاس اینا بین 14,000 یورو تا 16,000 یورو هزینه‌اش بود، بسته به اون ایالتی که از امریکا اومدن تا پاریس دیگه. حالا هزینه‌های هتل‌های لاکچری و به هر حال پولی هم که تو جیب حضرات گذاشتن به خاطر این قدم رنجی که فهمیدن دیگه، شما ببینید 300 تا فقط بلیط هواپیمای 15,000 یورو میانگین حسابون چقدر میشه که به هر حال پولایی که خرج کردن. ولی شما یادتون باشه جوراباتون رو از پای چپ به پای راست که انگشتش سوراخ نشه، این آقای رزاقی میگفت.
میگفت جورابامونو باید 2 روز با پای چپ میپوشیدیم بعد عوض میکردیم با پای راست که جورابامون پاره نشه. اینم اصلا میگفتن که شما میدونین خود برادر مسعود جوراباشو خودش میدوزه، مثلا در رابطه با چیزی که صحبت میکردن برادر مسعود جیلی بعد مثلا به عنوان ارزش آدم هم مثلا جوراباشون اونقدر میدونه، من میگفت نبود دیگه. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید. من از شما و همه دوستان عزیزمون که این دو ساعت بخشون رو اختصاص دادم این برنامه. اگه امری نداریم از خدمت ما. من ممنونم از شما دوستان. اگه سوالی چیزی دارید بعدا از آقای حیرانی روی فیسبوک یا از طریق کانون آوا یا از طریق شماره تلفنی که گذاشتیم یا از طریق ایمیل، ما درست برعکس سازمان مجاهدین از همه طریق در و پنجره باز، تماس باز، شما میتونید تماس بگیرید و امیدواریم یه روزی اونها هم به این نتیجه برسن که این کارشون اشتباه بوده و اجازه بدن دیگران هم باهاشون در تماس باشن. یه فیلمی براتون تهیه کردم که با هم میبینیم. روز روزگار بر شما خوش. این فیلم هم منتظرم که شروع بشه ولی چون MP4 هست متاسفانه شروع نمیشه. اگر لینکش رو دوستان لطف کنن بذارم، مصاحبه آقای، یعنی برنامه آقای فیروزمندی هست، درست میگم فیروزمندی، آقای کرمی، اگر لینک ایشون رو، لینک ویدیوی ایشون رو بذارید ممنونم، چون من امروز فکر کردم آقای شکریان با ما هستن و 2 ساعت خواهیم بود، متاسفانه ایشون نتونستن به موقع برسن و آقای حیرانی واقعا زحمت کشیدن 1 ساعت و 50 دقیقه صحبت کردن. اون لینک رو پیدا میکنم، لینکش رو در فیسبوک قرار میدم و این برنامه ها رو هم میتونید تا 1-2 ساعت دیگه از طریق گوگل، از طریق یوتیوب، از طریق مردم تیوی هم تا هفته آینده دوشنبه هر روز حداقل 1 بار، بعضی وقتا 2 تا 3 بار پخش میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.